بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته، روزهای دوشنبه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک یا واشنگتن پایتخت آمریکا، با دوستان هستیم از کانون آوا و کانون آوا، آوای منتقدین و جدا شدگان سازمان مجاهدین هست. دوستانی که سالهای سال با سازمان مجاهدین بودن، وقتی که دیدن این سازمان تبدیل شده به یک فرقه جدا شدن و متاسفانه میبینیم که سازمان نتونست این جدایی رو تحمل کنه و با تهدید و توهین و هر چیزی که شما بگید با این دوستان برخورد کرد. خیلی خوشحالم که باز هم با آقای حسن حیرانی هستیم در قسمت اول برنامه و در قسمت دوم با آقای غلامرضا شکری هستیم. آقای حیرانی، لطف کنید یه مقداری در رابطه با بسته شدن بخش جدا شدگان صحبت کنید. سوالاتی هم هست یا اگر مایل باشید درباره اون جشنی که برای شما راه انداختن، به قول خودتون گود بای پارتی، صحبت کنید. میکروفون در اختیار شماست. به شما خوش آمد میگم. ممنونم از آقای عبدی که این وسایل رو فراهم میکنه که شما بتونید استفاده کنید و با ما در تماس باشید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای حیرانی. با سلام جناب سوربی، عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و تبریک به مناسبت رسیدن ماه رمضان. حالا ان شاء الله که ماه برکت برای همه باشه. در رابطه با مسئله جشن بسیار مسخره‌ای که و خیلی پر از تناقضی که به دعوت حالا کمیساریا و سازمان رمسا برگزار کرد و همه نفرات جدا شده رو دعوت کردن، شب قبل از همین جشن، حالا اصطلاح جشن یا نهاری که در هتل موندیال دعوت کردن افراد رو، مترجمه رمسا به افراد مسیج دادن که فردا ظهر برای نهار پایانی یا جشن پایانی برای دورانی که رمسا با شما بود و اینا بیاییم تشریف بیاریم هتل موندیال. ما رفتیم. اولا که از کمیساری یعنی پناهندگان هیچ کس نیومده بود، فقط همین کارمنده رمسا بودن و هیچ کس هیچ پاسخوی نبود. ما یعنی دقیقا شب قبل ساعت 10 شب گفته بودن دیگه ما کاری هم نتونستیم، فقط افراد چند تا کلیپ من خودم گرفتم از بچه ها که یه اطلاع رسانی بکنیم که چه اتفاق داره میفته. اینها هیچ پاسخگویی سر هیچ موردی الان ندارن. به کمیساریات تماس میگیریم، میگه که نه دیگه با ما ربط نداره و ما از ژنو دستور گرفتیم و هیچ حمایت از شما نخواهد، شما برید سراغ دولت یا وزارت کشور. وزارت کشور هم که میریم، حالا کمیساریا گفته بود که نه نگران نباشید، دولت به ما قول داده اجازه کار داره برای شما صادر بشه، یه آیدی کارت داره صادر میشه و با یک کمپانی ایتالیایی هم صحبت شده نفرات داده شده برن سر کار تا 50 نفر رو پذیرفته و اینطوری نیست و فلان. بعد الان به وزارت کشور میگیم، میگن که نه ما اصلا خبر نداریم از موضوع، شاید یک اجازه کار صادر بکنیم و آیدی کارت هم که ما گفتیم بهشون 8-9 ماه دیگه در رابطه با این کارم که میگه والا ما خبر نداریم. نه اینطوری دارن میگه. الان به کمیساریا تماس میگیرن بچه‌ها، اونم جواب مشخصی نمیده و متاسفانه در یک زدوبند بسیار کثیف و جنایتکارانه با فرقه رجوی، یعنی در واقع فرقه رجوی با لابیایی که داشت علیه نفرات، به این وضعیت که از نهایه هدفش اینه که افراد از اینجا برن، اینجا رو خالی کنن. حالا در ادامه خدمت عرض خواهم کرد رئیس قضیه رو. خیلی ممنون. وضعیتی که داریم ما اینجا نه پناهجویی، نه پناهندگی، نه حتی اون اقدام انسان دوستانه که خودشون مدعی بودن، باز در اقدام انسان دوستانه خب نفر رو ولی میکنن به امان خدا. برای ما همین نفرات رو برای این کمیساری ها به دولت اینجا در یک نشست رسمی، در یک معرفی باید رسما معرفی میکرد. ما الان از زمانی که وارد آلمانی شدیم، حتی از موقعی که از فرانسه جدا شدیم، دولت اینجا کوچکترین مصاحبه با یکی از افراد نکرده. بعد که مثلا یه استاتوی به افراد داده باشن، فقط میگن ما با خود فرقه مثلا سازمان مجاهدین با مکا ما یه همچه قراردادی داشت. به این صورت بسیار ممنون. روی فلایری که کانون آوا گذاشته بود 2-3 روز پیش،
در رابطه با دو موضوع قرار بود شما صحبت کنید، ولی سوالات زیادی هست، هر جوری که شما مایل هستید. اگه میخواین همین در رابطه با بحث شدن بخش جدا شدگان بیشتر صحبت کنید، یه موضوعی که قبلا هم دوستان بهش اشاره کردن ولی کامل در موردش صحبت نشد، کمک مالی میلیون دلاری مجاهدین به حزب راست افراطی در اسپانیا است که این واقعا آدم تعجب میکنه. سازمانی که افرادش بعضی هاشون میگن پول سیگار ندارن یا پول بستنی و نمیدونم جوراب و اینها ندارن، چجوری میاد میلیون ها دلار یا کمک میلیون دلاری میکنه به کشورهای دیگه، به انتخابات اونها یا به نمایندگان، اونم حزب راست افراطی. اگه میخواین در این مورد صحبت کنید یا اون سوالات رو من مطرح کنم شما پاسخ بدید. بله، من هم در مورد اینم، در مورد سوالات میتونم پاسخ بدم. عرض کنم که اولویت شماست. بله. چون این مصاحبه هم که شما فرمودید، من خودم مصاحبه کردم که در خبرنگار بود از بارسلون اسپانیا، خودشون با تماس گرفتن که مصاحبه کردیم که از نهای فارین پالیسی این مقاله رو زد که دو جمع فکر اسم من آورده بود، اشاره کرده به صحبت. بله، اونو نشون میدم در حین مصاحبه. ولی یه ویدیوی کوتاهی هم آقای کرمی لطف کردن فرستادن، ویدیو تو دستگاه ما برعکس نشون داده میشه. حالا من سعی میکنم اون رو بچرخونم درست کنم با این دستگاهی که داریم. اگر امکان داشته باشه دوستان باز بفرستن، شاید اونایی که اونها میفرستن توی سیستم ویندوز درست کار کنه، چون میدونید این تلفن‌های دستی وقتی که یک کمی به اصطلاح عمودی نگیرید و اینا، اون سنسورش درست متوجه نمیشه که زمین کجاست، هوا کجاست. در صورت سوالا به این صورته که همون هفته پیش کمیساریای سازمان ملل در آلبانی برای شما و متاسفانه جشنی به اصطلاح برپا کردن که تعداد از دوستان جدا شده شما هم در آن شرکت کردن. لطفاً توضیح بده که جریان چی بود که شما گفتید، و آدم واقعاً میمونه که چجوری یه سازمان تبدیل به فرقه میشه و این فرقه نفوذش حتی رو دولت، اونجا دولت عراق، اینجا دولت آلبانی، همش از فقر میاد و همش از اینها پولای زیر میزی خرج کردن. ولی یه چیزی اینجا به آدم ثابت میشه، اینا که الان این کارا رو انجام میدن، اگر به قدرت و پول رسیدن چه خواهند کرد؟ آیا دیگه اون موقع مردم رأی دارن یا نه؟ اگه میخوان در این رابطه بیشتر توضیح بدید، اگه نه باز سوال هست که در همین رابطه، یعنی در رابطه با بخشی از کمیساریا که به افراد جدا شده فرقه رجوی رسیدگی میکرد و الان بسته شده، بنابر اختیاری که از درون تشکیلات فرقه در آلبانی به دست شما، بنابر اخباری ببخشید که از درون فرقه به دست شما رسیده، سران تشکیلات چه عکس العمل هایی نشان داده و داشتند؟ عرضم به حضورتون که یه فلشبک بزنیم یک دو هفته به عقب‌تر. کمیساری عالی پناهندگان یه سری از نفرات رو صدا میزنن که آره شما این یه لیستیه که سازمان مجاهدین به ما داده و طبق قراردادی که با دولت آلبانی داره افرادش رو تعیین، نفراتش رو کمک مالی میکنه و شما از این بعد از خود طرف خود سازمان مجاهدین تامین مالی میشین و این لیست رو برداره. برخی از افراد که پول نمی گرفتن از فرقه و مستقل بودن، حالا با ما که نبودن، به هر حال لیست که داده فرقه اسم اونهای هم بوده. نفراتی رفتن اعتراض کردن که چرا اسم رو تو لیست خودتون دادیم و مثلا ما کشفا پول نمی گرفتیم. اونا اول گفتن نه و حالا ما چک کنیم اینا. بعد جوابی که دادن به این نفرات گفتن که خیلی سپاسگزار و ممنون باشین که مجاهدین لطف کردن اسم شما رو تو لیست خودشون دادن به کمیساریا. این نشون میده که شما مزدور نیستین و اون اتفاقاتی که برای این مزدوران قرار در آینده توسط دولت آلبانی و سیکرت سرویس اینجا بیفته برای شما نمیفته و شما ایمن خواهید بود از این. یعنی ببینید به چه وقاحت مثلا یه همچین تهدیداتی که به این صورت اینا رو انداختن. از طرفی هم اخباری که از داخل فرقه رسیده، برحال توی نشست ها با رفت بی رفت، من یه مقاله هم نوشتم سر همین موضوع که تو همین نجات یافتگان داریم،
بسیار جست و خیزهای میمونوار با رفت بی رفت تو نشست ایدئولوژیک و تشکیلاتی خود فرقه در رابطه با همین وضعیت نفرات جدا شده هی بریف پشت بریف میانه که آره و اینطوری شد و کمیساریات جمع کرد و رمزا جمع کرد و اینا بدبخت شدن بیچاره شدن از این که حتی جالبی که از داخل خود فرقه هم برای ما پیام میاد که همه آدم و به هم دیگه تو محفل میگن که این بریف ها رو میخونن برای ما میخونن که مثلا ما رو بترسونن برای بیرون خبری نیست نرین اینجا بمونیم، یعنی تقریبا با مشخص با چه سیاستی دارن این کار رو میکنن که از وضعه سیاه نمایی میکنن وضعیت بیرون رو. در موازات همینه که یک بحثی داخل فرقه که حالا چند وقت پیش بوده که خود همین سید و رجال عالمین صحبت میکرده، یعنی به صورت همون چرت حالا یا پیام که بوده، یعنی حرفشون این بوده که خود حرف مشخصی زده گفته هر بریده در تیرانا بدتر از 10 پاسدار. بریدن یعنی نفرات خودشون نما. برای همین الان یه سیاستی رو اینا در پیش گرفتن با این شیوه که هم از این طرف با لابیگری با خرج پولهای کلان با زد و بغندهای کثیف پشت پرده با بخش فاسدی از دولت آلبانی که همه چی رو به روی افراد ببندن و از اون طرف هم به افراد بگن که خب باشه بیا بریم، بیا اینجا جای موندن نیست، اینجا که پاسپورت میدن بهتره بری، یعنی اون خواسته خودش و فرقه بتونه جامعه عمل بپوشونه و افراد که میخوان از اینجا یعنی ببینن یعنی یه حالت بد و بدتری برای افراد ایجاد بکنه، یه همچین پوزیشنی که مثلا افراد انتخاب کنن نهایه برن که الان شروع شده، این پروژه هم استارت خورده، عرضم بزرگتون که توسط همین پدر قربانی، پستور قربانی، اسمای مختلفی که این جناب قربانی داره که به عنوان عامل فرقه در نروژ که شروع کرده تمام کار هماهنگیار میکنن با قاچاقچی اینا که میبرن، الان تقریبا یه تور 15 نفره الان برای قدم اول دارن اینا میفرستن که مثل که با اون قاچاقچی هم صحبت شده 60,000 یورو یعنی برای هر نفر 4,000 یورو هزینه پروندن نفر از یونان به مثلا اروپای غربی و هم این که هزینه قاچاق نفر از تیرانا به آتن و یه مدت یعنی زندگی سیکرتی باید توی آتن داشته باشه تا طرف رو بپردن، یه 4,000 یورو از نهایی دیده که الان یه 6-7 نفری به تعدادی رفتن، مثلا الان بهرام قاسمی و یکی دیگه از نفرات به نام جلال فخیم این دو نفر الان رسیدن هلند، چند روز پیشا که رفتن دو نفر تو مرز دستگیر شدن به نام بهمن نامداری و سهراب کلانتری که الان طبق قراردادی که یونان با آلمان بسته قبلا اینطوری بود که نفر رو دستگیر میکرد برمیگرد و پشت مرز میگفت برگرد، الان اینا رو دستگیر کردن بردن توی زندان، یه 3-4 ماه تو زندان هستن، بعد از زندانی که میان بیرون بهشون یه سبرگی 6 ماه اجازه اقامت توی یونان داده میشه که تا 6 ماه یا یونان رو ترک کنن یا درخواست پناهندگی بدن، حتی اگه یونان رو ترک کنن به هر کشوری از کشورهای شنگن اگر برن اون کشور اونا رو نخواهد پذیرفت چون اثر انگشتشون توی یونان گرفته شده. دو نفر دیگه هم دو سه نفر دیگه هم توی آتن هستن که منتظرن که بپرن، حالا بقیه هم که الان اینجا از این تور 15 نفره که تو الان خود هوا سرد شده میگن تو مرز شبا سرده برای تا یه خود هوا بهتر بشه نام برن. عرضم به حضورتون که هدف فرقه چیه؟ هدف فرقه اینه که آدم ها اصلا توی یونان توی آلمانی و توی تیرانا نباشن، آدم ها رو بفرسته برن حتی اگر اینها دستگیر هم بشن انهای اینا مجبورن تو یونان پرندگی یونان رو بگیرن، یعنی خلاصه دیگه اینجا نیستن، فرقه به طمع اروپا و به طمع مثلا آلمان و هلند و اینا مثلا نفر رو از اینجا فقط خارج بکنه، حالا نفر اگه موفق شد تونست قاچاقچی بفرونش خب باشه رفته، اگرم که نه توی همون یونان زمینگیر شد پایگیر شد بازم به نفع فرقه است، یعنی دیگه آلبانی رو خالی کرده از نفر، کما این که فرقه الان توسط نفرات به صورت غیر مستقیم با نفرات ماها که نفراتی که علنا علیه فرقه افشاگری میکنن داره ارتباط میگیره که مثلا آره اینجا جای موندن نیست، یعنی خود فرقه داره در واقع سبز نشون میده که مثلا مسئله پولش نیست ما میفرستیم، کما اینکه سر خود منم یه همچین موضوعی پیش اومد و برحال تماسی از
آلمان بود و مثلا من یه سال از مزرعه حیوانات اومدم بیرون، ولی خب بعد یه سال مثلا دوست سابقی، اکس دوست ما، اکس فرند ما از زمان فرقه با هم بسید مثلا تماس تو آره و فلا، حالا ما آمارش هم داشتیم دیگه، اونجا جای موندن نیست و حیف تو بزن از خراب شده بیاد بیرون، که برای من جواب منفی رو دادم از این بابه. سوال میکنن با توجه به همه این توطئه‌هایی که در نزد دولت آلبانی بر علیه شما و دوستان دیرین شما این مجاهدین انجام دادن، نظر دولت آلبانی در رابطه با شما چیست؟ آیا تأثیری هم داشته که بخواهند برای شما از جانب دولت مشکلاتی پیش بیاورند؟ عرضم به حضورتون جناب سوربی، تمام این وضعیتی که الان نفرات دارن به لحاظ وضعیت حقوقیشون، کار، پاسپورت، خیلی همه مثلا اون همه مشکلاتی که برای فرقه درست کرده دیگه، یعنی به شیوه عراق نمیتونه اونجوری که دلش میخواد انتقام رو از خائنین به انقلاب خواهر مریم و خائنین به سوگند جلاله نمیتونه اونطوری انتقام کشی کنه، به همین شیوهی که به هر حال الان امکانش هست با همین زد و بندایی که داره، خب به هر حال تمام مشکلاتی که برای آدم‌ها ایجاد کرده، خب به هر حال همه اینا از گور فرقه در میاد نتیجه، ولی علنهایی اینکه بخواد یه ضربه جدی فردی بزنه، خب راستش رو بخواید ما اینجا در رابطه با این موضوع خب صحبت کردیم با ارگان‌های مختلف و اینا، خب صحبتایی با ما کردن، گفتن که خب درسته برای تو کشور ما اینا خب الان یه همچین کارهایی میکنن، ولی خب اینطوری نیستش که من هر غلطی میخوام بکنم، ولی البته این سری هوشیاری هم به ما دادن و علنهای ما هم دیگه یه دفعه از همین دوستانمون در دولت برای من خودش اومد من صدا زد که رفتیم ملاقات دیدیمش، گفتش که الان روزی نیستش که فرقه به هر حال نفر رابط فرقه با سکه سرویس اینجا روزی نیستش که یک پرونده مثلا کاغذ پاره اینا خلاصه پرونده در رابطه با تو و احسان بیر نیاره بده به سکه سرویس اینجا و اینا مدام دارن پرونده سازی میکنن. حالا از طرفی هم خب یه دفعه توی ملاقات ما گفتن ما اوائل خب به هر حال فرقه نه چیز میکرد خب باور کرده بودن حرفاشونه، ولی بعدا دیدیم که نه اینا سر هر چیزی هی اینقدر زیاد منفی بافی و چیزاش سیاه نمایی تولید میکنن و امیدن که دیگه خود ما چشمگوشون پر شده از این بود، ولی کلا این کار رو دارن میکنن، حتی نفراتی که از دفتر فرقه از همین حاج عبدالله مستمری میگیرن، این حاج عبداللهی که مستمری نفرات میده ماهانه، هر ماه که آدم ها میرن باید تخلیه بشن به لحاظ اطلاعاتی، مثلا باید چند صفحه روغه نویسی کنن و اگرچه که در طی ما هم باید گزارش هایی بدن که اینو دیدیم فلان، این اخبار نفرات رو بدن جاسوسی. حالا خود این نفراتی که از دفتر فرقه مثلا چیز میرن اسمش گذاشتن عبدالله پیام، میگن شبکه عبدالله پیام. حالا از این نفراتی که از دفتر فرقه میرن حقوق میگیرن با من تماس گرفتن، گفتن که مثلا ما رفتیم چندین نفرشون که ما رفتیم از دفتر فرقه پول بگیریم، مثلا خود حاج عبدالله گفته که در رابطه با آزاد مثلا هر چیزی داریم سریع بدیم، که من میگه گفتم چرا آزاد، گفته که داریم علیش مطالب جمع میکنیم بدیم به سکه سرویس که بتونیم بدازیم سرینا، که این نفرم میگه خب گفتم چرا فقط آزاد، بقیه هم که هستن ده پونزن خدا، گفته نه این یکی حتما باید دماغش رو بکشیم به خاک، این خیلی پرروه و برحال بقیه رو شیر کرده. این حرفی که مثلا این عبدالله زده که بیا مثلا موضوعات دیگه بذارید به دوستان بگیم که آزاد اسم شماست. بله من داخل تشکیلات که بودم اونجا باید همه اسم مستعار میداشتن از بعد ورود، برحال اونجا همون مثل که تو خودشون هنوز به همون اسم صادق صدا میزنن. بسیار عالی. بله میگن که بعد از بسته شدن این بخش کمیساریا مجاهدین به شدت به تلاش و تکاپو افتادند که در وهله اول نفرات جدا شده هوادار خودشان را به خارج از آلبانی منتقل کنند. این به چه شیوه است و چرا میخوان این کار را انجام بدن؟ یه مقداری همونه که شما توضیح دادید، ولی چرا اینا اول تلاش میکنن که نفرات هوادار رو بفرستن؟ یعنی میخوان اینا تغییر نکنن، چون به نظر میاد شماها که مشکل بزرگ
اگه در این رابطه توضیح بدید ممنون میشم. خدمت عرض می‌کنم. اولا که با نگاه فرقه، با نگاه ارزشی و ایدئولوژیکی که اونا دارن، کسی که از داخل فرقه بیاد بیرون خائنه. این چه بعد بعدن در همکاری با فرقه باشه یا نه علیه فرقه باشه، چه له چه علیه، اینا در واقع داخل فرقه خودشون میگه که این بالاخره این کسیه که به انقلاب خواهر مریم خیانت کرده، به سوگند جلالی که با برادر مسعود بسته خیانت کرده، این اصلا خائن خائنه، اینا دیگه بزک دوزک قضیه است. حالا اینا الان هدفی که دارن تصمیم استراتژی گرفتن که اینجا رو خالی کنن از نفرات. حالا این کار هم که نفسن جرمه، اون کار قاچاق انسانه، بعد برای این فرقه داره این کار رو میکنه، خب از طرف هم نمیخواد دامن این آتش دامن خودش رو بگیره، مثلا رسواییش بگیره، برای همین شروع کرده، برای که این پروژه الان با قول مرم استبایسته که قدم به قدم اینو داره جلو میبره با نفراتی که بیشتر با خودشن، که این اونا برای گوش به فرمان این فرقن دیگه، خب اینا رو افراد خالی بکنه از اینجا، بعد این سراغ بقیه. نمیخواد مثلا اول با کسایی کار کنه که در توافق با خودش نیستن، این اخبار درس کنه، این اخبار بزنه بیرون، کار دستش به هر حال. مثلا همون دو نفری که الان فرقه فرستاده توی یونان دستگیر شدن، اونا خب یه بازجویی میشن، اینا چون نفر فرقه میگن آره ما اینطوری بوده خودمون تصمیم گرفتیم بریم دیگه، اونا نمیان بگن که مثلا فرقه به ما گفت ما اینطوری توجیه شدیم، پول اینجوری پرداخت شد، به این صورت قرار داریم فلانجا خودمون معرفی کنیم، اونجا توی خونه مخفی بمونیم، بعد یه قاچاقچی ما رو بپرن، اونا که این چیزا رو نمیگن دیگه. این برای همین، برای که این پروژه به شکست نخوره، در وهله اول شروع کرده با نفر. الان همین دو نفری که مثلا رفتن، میگه جلال فخیمی که ابراهیم بهرام قاسمی، اینا یک دلار تو جیبشون پول نبود اینجا که بودن، یک دلار ماهانه با 30,000 لک این مستمری فرقه رو میگرفتن، تمام هزینه رو خود فرقه داد. این طوری یه پیامی هم بقیه داره میده که آها کسایی که یک دلار پول هم نداشتن و حتی کسی هم نداشتن تو ایران که اصلا پولی براشون میاد، اینا رو برای فرستاد دیگه، میخوای را باز دیگه، بیا ما کمک میکنیم برای سفره خواهر مریم دیگه، ما اینجا آینده ای نداره. به موازات اونم از این طرف کارشکنیایی که والابی هایی که دارن در کار کمیساری ها دولت اینجا رمسا اینجا آدم ها یه شرایط بسیار سیاه و بیاینده را از اینجا نشون بودن به افراد، که افراد به این نتیجه برستن که آقا اینجا که جای موندن نیست، بریم، کمون که بسیشون هم میگفتن ما اینجا هرچی باشه دیگه اینجا زمین مجاهدینه، بهتر ما بریم از اینجا که برای لاغت بریم زندگی میکنیم و الا اینا زندگی رو به ما سیاه میکنن. این وضعیت با تکمی و با تهدید، با شانتاج، با توطئه چینی، هدفش اینه که افراد رو از اینجا ریشه‌کن کنه، جاکن کنه برن. بفرمایید. بسیار ممنونم. من دارم اون عکسی رو نشون میدم که 27 آپریل 2019 اون در رابطه با اسپانیا ووکس پارتی هیت مسلم اکسپت دی وان هو فاوند میگه که این حزب دستراسی از مسلمون ها متنفره به جز اونایی که بهش پول میدن و کمکش میکنن. منظورشون همین سازمان مجاهدینه نه؟ بله، من خدمت عرض میکنم اگر شما تناقضتون اینه که چرا اینا با این همه ادعای چپ بودن و انقلابیگری دنبال این حزبای راست افراطی افتادن، اینو میخواین بدونیم که اینا خیلی واضحه، چون عرضم به حضورتون که حرفشون اینه که از احزاب سوسیالیست یا احزاب چپ یا احزاب دموکرات نفع ما نخواهیم داشت، یعنی فرقه نفع نخواهیم داشت، چون که اینها استراتژیشون اون موقعی که تا داخل سازمان بودن حرفشون این بود که آقا راه آزادی ایران، راه سرنگونی حکومت و اینکه ما با حاکمیت برسیم، تنها راه، تنها و تنها راه یک وضعیتی مثل عراقه که با یک جنگ بیرونی باشه، از داخل اگر تغییراتی بشه یا انقلاب نارنجی بشه یا هر چی که بشه به ما چیزی نمیرسه. تای حرف این بود و کما اینکه خودشون هم میگفتن مثلا
این مثال های تاریخی هم برای خودشون داشتن که به هر حال اگه لنین هم موفق شد در روسیه انقلاب اکتبر 1917 رقم خورد، اون نتیجه چالش قدرت در نتیجه جنگ جهانی اول، یا مثلا با تمام کشت و کشتارهاش در جنگ جهانی دوم که انجام شد اینا، ولی به هر حال انقلاب چین به ثمر نشست و ماو تونست از اون خلای قدرتی که برای امپراتوری به وجود اومده که آنکایچیکا و اینا برای به قدرت برسه و انقلاب پیروز بشه. حالا برای همین اینا روشون نمیشد بگن که آقا ما در ایران یک برش فرهنگی این زمانی و مکانی فراموش شده هستیم، اینا که روشون نمیشد بگن ما جاپای در ایران نداریم. برای همین از این ور میمد شیپور رو از سر گشادش میزد که آقا یه جنگ میشه، خلاصه روند تحولات ایران رو عراقیزه کنیم به شیوه عراق، با یه جنگ خارجی بیرونی آمریکایی بیاد و برحال این سبوب بشکند و جهان به کام کاسلیستان باشه که برحال رجبی هم بشه چلپی ایران. این چیزی که برنامه که داشتن. برای همین احزاب افراطی رو اینا کف میزنن براش، مثلا در اسرائیل خب اینا گفتم بگم نتایی خوب خوبه، مثلا به باراک اوباما فوش نبود که بیم باراک اوبامای بدبخت توی سازمان نگم دیگه، مثلا از سیاه و برده و فلان الفاظ رکی که بیم اوباما میگفتن اینا، مثلا خب برای ترامپ خب یا بوش رو خیلی دوست داشتن اینا. اینطوریه الان هم برحال در هم اسپانیا سایه کشور هم میگه اگه حزب به چپی بیاد، حزب به مردم گرایی بیاد، برحال میره سراغ مذاکره با حکومت ایران اینا، و خب برحال به نفع ما به عنوان یک سازمان انقلابی که خواهان براندازی کامل و تغییرات دگرگونی و دگرگونی کامل و یک انقلاب در جامعه هستیم به درد ما نمیخوره. هر اصلاحاتی در ایران کمک میکنه به حیات و استمرار عمر حاکمیت. برای همین در داخل چیز میگفتم مثلا اصلاح طلبی ما نمیخوایم. بفرمایید. ممنونم از شما. اجازه بدید تشکر کنم از دوستانی که روی فیسبوک هستن، همچنین از آقا رضا که توسط ایمیل سوالی پرسیدن. من از شما میپرسم این سوال رو. ایشون نوشتن که سلام، اول باید گفت که آشغالهای رجوی تمام شدند، اگه کوروش کبیر هم زده بشه و بخواهد با توفالهای رجوی دوستی کنه و ببخشد، بدانید مردم نخواهند بخشید. این وطن فروش ها رو در ضمن از آقای حیرانی بپرسید چطور این افراد فرقه احساس تشکیل خانواده و مسائل جنسی را تحمل می کنند. آن هم در اروپا اجازه عاشق شدن و دوست داشتن جنس مخالف رو ندارند. با تشکر از مردم تیوی. البته خب میشه گفت افرادی مثل شما که الان این همه مسئله و گرفتاری داره، یه شعری بود میگفت که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، یا یک آقایی میاد به مادرش میگه که مادر جون بی پولی بدتره، یا مثلا بی زنی بهش میگه که هنوز. من فکر کنم اون باشه، ولی دلیل این که خب این دوستون مثلا لابد میپرسه که چرا شما هر کدام آمدید بیرون بلافاصله نرفتید یه زن بگیرید یا خانمها شوهر کنن و زندگی که سازمان مجاهدین از شما دریغ میکرده اون زندگی خانوادگی رو تشکیل بدین، علتش چیه؟ ارزم بزرگتون که برخی افراد خب این کارو کردن، یعنی اصلا نقطه آغاز خودشون از فرد همین، اصلا برای همین برخی نفتاتون خب دستش رو دارن، خب امکانش رو ندارن، همون قهر سالی در دمشق که میگیم، چون برای افراد اینجا الان با یک نگرانی‌های شدید رو با آینده الان مواجه هستن، وضعیتشون مشخصه. حالا همین تو این هیروبیری باز بیاد یه مسئولیت ازدواج و یه تشکیل زندگی رو به عهده بگیره، اصلا خب نفسم الان به قول معروف تنها الان نون شبش واجب‌تره الان تا به عاشقی بخواد برسه. برخی نفرات هم که خب برای نقطه خروج و انفصالشون از فرقه، یک مثل خود من واقعا یک ایدئولوژیک بود، یعنی به یک تعارضی ما رسیدیم که افرادی هستن که جدا شدن، برای همینم هم انگیزه دارن که مثلا خب از این به بعد بقیه زندگیشون رو اینطوری صرف کنن که افشای هرچی بیشتر این فرقه ماهیتش برای نسل جوان ایران. این چند دستی که حالا به ذهن من میرسه خب
در رابطه با افرادی که جدا میشن. اینکه فرقه چطور تحمل میکنه خونه زندگی و اینها رو اینجا، که نه اصلا تحمل نمیکنه، چون تحمل نمیکنه رفت یک مزرعه حیوانات ساخت، افراد رو ریخته اونجا، دورش هم سیاش کشیده و با کلی پولهای گزاف رفته سکوریتی استخدام کرده، که عرضم به حضورتون که اونجا کسی هم بیرون نیاد، آدم ها رو چشم گوش آدم ها رو ببنده. خب نه، فرقه تحمل نمی کنه، یعنی ایدئولوژیش اجازه نمیده که تحمل کنه و عقب افتادگی های تاریخی که این فرقه داره، اتفاقات اتفاقی که داره تحمل میکنه، چون افراد به نشتی عقیدتی میفتن. بسیار ممنونم. اجازه بدین دو سه تا سوال خیلی خوب شده. یکی آقای خورسندی میپرسه رابطه ایران با آلبانی چطور است؟ اینو اگه یادداشت کنید بعداً توضیح بدید. ولی آقای هاجری، چون شما در رابطه با یونان صحبت کردید، ایشون توضیح میده کسانی که در یونان دستگیر میشوند به مدت یک ماه در زندان و دو ماه در کمپ بسته نگهداری میشوند. در این کمپ و زندان حتی یک روز زندگی کردن از زندگی در جهنم سخت تر است. ولی یک اعتراض شده که فکر کنم این دوست ما متوجه اون طنز شما یا اینکه شما مسخره میکنید خانم مریم رو، میگید هر وقت میگید. البته من یه بار خود من از شما سوال کردم، شما گفتید من میخوام به زبانی که خود مجاهدین صدا میکنن اون تعریف ها و تمجید ها رو میگید. این دوستمون آقای ایرانی نوشتن که با عرض معذرت از شما آقای سربی، نمیدونم چرا این مصاحبه به من نمیچسبه، چون مهمان شما با فرهنگ مجاهدین صحبت میکنه و مستمر خواهر مریم میکنه و هنوز کت و شلوار هدیه مریم را از تنش در نیاورده و این را اشل میداند. من ماندم که چگونه با این افکار بیرون آمده است. حرفایش تمام در جیب فرقه است. من هم آقای حیرانی روز اول وقتی با شما صحبت میکردم متوجه این طنز شما نشدم، تا اینکه شما اشاره کردید به مزرعه حیوانات. اون موقع من فهمیدم که اون چیزایی هم که میگید جنبه طنز داره. توضیح شما درباره این چیه و این کت و شلواری که ایشون میگه ماجراش چیه؟ نه والا این کچلوار هدیه خواهر مریم نیست، از پول دفترچه خودم خریدم. عرضم به حضورتون که باشه، چشم، من رعایت کنم. رابطه ایران با آلبانی چگونه؟ رابطه ایران با آلبانی حقیقتش رو بخواهیم، من یک موضوعی قبلش یه موضوعی بگم در رابطه این بچه ها برام فرستاده بودن. جالبه که شما میدونید که قبلا فرقه چه کار میکرد. یه سری مثلا حملات مثلا به فلسطین میشد و قدیما زمان صدام، خب اینا مثلا از موضع انقلابیگری یا به هر حال هرچی که بود محکوم میکرد یا مثلا تسلیتی میگفت یا به هر حال. ما حدود 10-15 سال پیش خبرش رو فقط در حد خبر درج میکردن، تا چند سالهای پیشی تقریبا از موقعی که رابطه های مریم خانم با همین لابی آیپک و اینا خب بالا گرفته، اینا دیگه این اخبار مربوط به فلسطین پخش نمیشه، یا اگرم بود در حد سایت خود فرقه، یعنی دیگه توی خود چیز پخش نمیکردن. راکت هایی که مثلا بمبارانه که اسرائیل علیه فلسطین غزه اینا انجام میدن، این گذشته تا اینکه الان کانال عوض شده، یک خورده اومده این ورتر و برای اولین بار چند شب پیش فرقه محکوم کرده، پاسخی که به هر حال از غزه داده شده به اسرائیل درگیر دو طرفه بود که، و اسمم که برده تروریست های فلسطینی فلان اینها، به این صورت که به هر حال دل اینا رو، اونایی که با مریم خانم در ارتباطن، رو شاد کنه. به هر حال دستمزدشو باید بده دیگه، رابطه دو طرف است. یه زمانی فکر کنم گفتم که مسئول عجبی گفته بود که عرضم بزرگتون نمیدونم شهدای ما و میلیشیای ما رو مثلا در زندان بعد اعدام توی پرچم اسرائیل و آمریکا میپیچیدن.
یه دفعه داخل فرقه بودیم، یک دو تا از همین ام اوهاش اشاره کردن به همین موضوع، گفتم اون زمان اگر مثلا تو زندان اوین اینا رو توی پرچم اسرائیل و آمریکا پیچیدن، الان خودمون رو توی پرچم آمریکا و اسرائیل پیچیدیم، به این وضعیت افتادیم که حالا کارش به اینجا رسیده که دیگه الان تروریست های فلسطینی رو نام میبرن که ارزم بزرگتان. حالا قبلا یک دفعه حتی خود عرفات هم هیچ وقت عملیات فلسطین رو محکوم نکرده بود که، یا کلمه تروریست رو به کار نبرده بود، ولی خب فرقه رجوی دیگه کارش به اینجا هم کشید. و اما در رابطه با رابطه ایران با آلبانی، ارزم بزرگتان که در پی رابطه هایی که یا فشارهایی که برای دو دوز بازی هایی که فرقه کرد با لابی آیپک، برای میدونی نفوذی که آمریکا و لابی آیپک توی همین آلبانی دارن، انهای منجر به مثل که سفیر ایران برگشته تهران، دیگه از تهران برنگشته، گفته بودن که نه برنگرده، که دیگه برنگشته. کلی دادار و دودور توی تشکیلات فرقه را افتاد و خود این خانم زهرا مریخیشون هم اومده بود دیگه که ما پیروزی به دست آوردیم که در 28 سالی که در عراق بودیم ما همچی پیروزی نداشتیم که این پیروزی که در این آلبانی داریم به دست آوردیم. و با رفتن با اخراج این سفیر ایران دیگه بریده ها بیپدر شدن و اینطوری شد و اونطوری شد. و بعد از این هم که ما میدونیم چه کار کنیم، ما بیکار نرسیم و دوستای ما در سیکرت سرویس سراغ اینها خواهد رفت، یعنی همین افراد جدا شده که ماها باشیم، بیشتر از اونایی که مثل ما ارزم بزرگتون چیز میکنم علیه فرقه صحبت کنم، افشاگری میکنم. حالا جلوتر که اومد گذشت، ارزم بزرگتون که اینها برداشتن در حالا اینجا خب برای کشور کوچیکی اخبار میزنه بیرون که من همینو در داخل همین مقالم نوشتم که ارزم بزرگتون اینا در یه ملاقاتی که فرقه داشته با اون بخش از دولت آلمانی اشاره کرده توی اون که ما فشارها بر روی افراد جدا شده یا به قول خودش مزدوران رژیم و سفارت باشه، ولی سفارت ایران بسته نشه، که به موازات همین نشستی که به صورت سکرت این فرقه با بخشی از دولت آلمانی داشته اینجا و درخواست خوش داده، در داخل مناسبات میاد این برای که بحث و جور در بیاره، چون قبلش یه طور دیگه اینو عنوان کرده بودن، برای که بحث رو بیاد به چرخونه یه پیروزی دیگه مثلا از توش بکشه بیرون، اعلام میکنه که اخراج کمیساریا از آلبانی دستاوردی بسیار بسیار بزرگتر و زیقیمتر از اخراج سفیر ایران از آلبانی و بسته شدن رمسا دستاوردی بسیار مهمتر از بسته شدن سفارته. یعنی اینجوری باز این اومده بالانس کرده موضوع. از این وری دیگه اومده ارزم بزرگ این علیرضا جعفرزاده، بعد رفته معاون شورای ملی مقاومت که حالا چیزی که اومده رفته اعلان تو ملاقاتی که داشته گفته که سفارت‌های رژیم در کشورهای غربی پایگاه امنی برای حضور ماموران وزارت اطلاعات و برای انجام عملیات تروریستی هستند. این سفارت‌ها در گذشته نقش کلیدی در عملیات تروریستی رژیم در کشورهای مختلف ایفا کردند. وی با یادآوری اقدامات و توطئه‌های رژیم علیه مقاومت در کشورهای مختلف از جمله پاریس و آلبانی و نقش تنگاتنگ وزارت اطلاعات رژیم با سپاه پاسداران گفته که به دلیل اعتراضات جامعه مردمی اوکراینا که مجاهدین کمپین شیطان‌سازی علیه مجاهدین میخواد راه انداخته با توطئه‌اش برام. اگر تو اولا که همچی خواسته ای که همه سفارت های مملکت بسته بشه توی دنیا، خودت هم که میدونی یه چیز نیستی است، خودت هم که بی حیا میگی که آلبانی و تیرانا پایتخت مجاهدینه به دلیل اشرف سیاهی مزه حیواناتشون. خب پس تو باید متمرکز باشه همین سفارت ایران تو آلبانی بسته بشه. چطوریه که اومدی بحث رو عوض کردی، هم از این ور زیرزیرکی میخوای این سفارت بسته نشه، از اون طرف هم میای اصلا موضوع رو پت و پهنش میکنی به لحاظ سیاسی که همه سفارت ایران در همه جای دنیا رو
سفارت ایران تو ژاپن و بنگلادش و مالزی و تایلند اینا بسیارش اصلا چه تأثیری داره؟ اون نقطه اصلی برای تو اینجاست. چرا مثلا نمیخوای این بسته بشه؟ چه سودی داری؟ چه منافعی داری این وسط؟ چیه تو رو داره شارژ میکنه که تو میخوای تو؟ آیا غیر از اینه که اگر که سفارت ایران اینجا بسته بشه دیگه تو بهانه ای نداری که در اون مزرعه حیوانات اونجوری سه قفله کنی و احدی رو نذاری بری بیان بیرون؟ آیا غیر از اینه که اگر سفارت بسته بشه دیگه حربه علیه ما نخواهی داشت دیگه؟ چون ما هر حربی میزنیم دیگه مزوران سفارت، خب این سفارت بسته بشه سودبرنده اولیش ما این. خیلی خوبم تو اینو میفهمی. بله همینه که تو یا اونایی که اسم منافق رو روی این فرقه گذاشتن خیلی خیلی خوب اشراف 100% به همه جای این فرقه داشتن که این چطوری چقدر درو و درنگ و دودوز باز که اصلا ما خودم باورم نمیشون موقعی که این موضوع شنیدم. حالا نگفته نمونه که این فرقه پر از تناقضه. همون زمانی که ما تو اشرفون خود آدم ها توی تناقض بودن که مریم رجوی در ملاقاتش سیاسیش در پاریس و فلان سخنرانیاش یا تبلیغاتی که توی خود تلویزیون فرقه میکردن نه به جنگ نه به مماشات راحل تغییر از طریق مردم و مقاومت ایران، ولی تمام بریفای سیاسی در داخل فرقه و تمام زمانبندی‌هایی که شخص مسعود رجوی میداد بر اساس اصلا اسم تابلوش بود، تابلوی جرقه و جنگ، تماما حساب کرده بودن رو جنگ آمریکا که به هر حال بوش گفته که به امید دموکراسی در خاورمیانه بزرگ از دمشق تا کابل که اینا به اون دل بسته بودن که حتما بوش میاد و خلاصه اون روند تحولات ایران هم مثل عراق میشه و به هر حال اینا به نون و نوایی میرسن. بسیار ممنون از شما. یکی از دوستان لینکی رو فرستاده از ای پی اسوشیتد پرس که گفته ایران آمریکا رو و اسرائیل رو سرزنش میکنه به خاطر اون اخراج دیپلمات از آلبانی. یعنی میگه که پشت این ماجرا فشار اسرائیل و آمریکا هست. همینجا در آمریکا هم خیلی ها الان به شدت به ترامپ حمله میکنن. حتی یک کاریکاتوری رو کشیدن که ترامپ مثل یک پیرمرد کوری هست که یک عینک هم روی چشمش هست و یه سگی از این سگایی که کمک میکنه به افراد کور داره این رو میکشه. وقت اون سگ آقای بیبی نتانیاهو بود که فوری اعتراض کردن و نیویورک تایم هم عذرخواهی کرد و اینها. این اگه کسی این عکس رو داره کاریکاتور رو بفرسته من نشون میدم. در صورت این ماجرای ایران و آلبانی، اجازه بدین از این دوستمون هم آقای موسی تشکر کنیم که نوشتن آقای سوربی تمام تلاش این فرقه این است که جدا شده ها را از آلبانی خارج کند. چرا که جدا شده ها خاری در چشم و استخوانی در گلوی این فرقه هستند، همون چیزی که دقیقاً شما گفت. من یک سوالی رو میخونم که شما در این رابطه صحبت کردید که حتی یکی از دوستانی که تقریبا دوست قدیمی شماست یه دفعه شما رو به یاد آورده و تماس گرفته و اینها، درست در همین رابطه است. نوشتن که در خبرها بود که به صورت غیر مستقیم از طریق نفرات جدا شده که در اروپا هستند و در ارتباط با مجاهدین کار میکنن با شما هم تماس گرفتن که شما را نرم کنن که قبول کنید آلبانی را ترک کنید. موضوع چیست؟ میشه توضیح بدید؟ شما یه مقدار توضیح دادید، اگه مایل هستید بیشتر توضیح بدید لطفا. امکانشو داشت فرقه اگر که اینجا مثل عراق بود، یه صدام حسینی هم بود، خب اونجوری که دلش میخواست اونجوری که حق ما بود از نظر اونا اصلا بیدا دست استخبارات اثری از ما روی زمین نباشه. خب این امکان وجود نداره. برحال از طرفی هم خب نمیخواد، برحال حتی نفراتی که من 70 نفر آدم هستن اینجا، حتی کسایی که علیه فرقه هم افشاگری نمی کنه، همین که تو خیابون را میرن گاهن افرادی از فرقه مثلا برای بیمارستان نام میارن چششون به اینا میفته، خب این یک تأثیر منفی داره بر روی افرادی که داخله. این پس میشه از این فرقه رفت بیرون از گرسنگی نمرد، چون که من گفتم مینیمم های زندگی
مینیموم های عادی زندگی در بیرون از فرقه بزرگترین حسرت به دلی ها در داخل فرقه برای افراده، مثل داشتن یک موبایل ساده، یک موبایل بشمن دست دوم شو با سر دور دیگه شو هم میشه خرید، مثل داشتن یک صفحه اینستاگرام، مثل داشتن یک صفحه فیسبوک شخصی، مثل یک فری تایم دادن بره توی اینترنت چند کار تحقیقاتی بکنه، خیلی از مسائل دیگه. خب وقت مثلا اینا ایجاد اون حسرت به دلی های افراد رو تزریق میزنه، بعد خب باعث میشه که به قول خود فرام آب زیر پوست نفر بره بعدش بلنشی بیاد بیرون. مثلا وجود خود افراد تشویقیه بر افراد. برای همین من دفعه در برنامه پیشم گفتم که من خودم شخصا هنوز باور نشده که اینا واقعا میخوان به ما اجازه کار بدن و افراد رو به یک کارخونه جای معرفی کنن برای کار به کمپانی، چون مطلقا فرقه با این کار موافق نیست، نمیخواد افراد صاحب زندگی بشن لااقل توی همین آلبانی، مطلق اینو نمیخواد. تا الانش که هنوز ما موفق نشدیم. بسیار ممنونم. سوال میکنن که چه اتفاقی افتاده که دیگر تشکیلات مجاهدین بر علیه جمهوری اسلامی در آلبانی هیچ گونه سخنی به زبان نمی آورند؟ شما اینو گفتید که بله. خدایی نکرده سفارت ایران بسته نشه اینجا، چون ضرر کننده اصلیش خود فرقه است. بله. چون تمام بیگیرم بنده و تمام اون محدودیت های تشکیلاتش رو همین سوار کرده. خیلی ممنون. همون دنبالش این هست که تنها خواسته آنها اخراج سفیر ایران از آلبانی بود یا اینکه الان سفارت ایران بچه های خوبی شدند؟ اینو شما توضیح دادید که گفتید این اگر اینجوری بشه اون وقت بهانه‌ای دستش نیست و ضد و نقیض میشه. خب آقای ایرانی، میگن که روزنامه معروف فارین پالیسی در مقاله‌ای که در رابطه با کمک مالی فرقه مجاهدین به حزب فاکس اسپانیا یعنی حزب راست افراطی انتشار داده، مصاحبه هم با شما داشته. اگر امکان داره در این باره توضیح بدید. من اون مقاله را هم نشون دادم، باز هم نشون میدم. بفرمایید. عرضم حضورتون که اینا با من مصاحبه که داشتم، یک سوالی داشتن، در واقع بخش معما بود براشون، یکی در رابطه با گردش مالی این قضیه، چون میدونید این پول ارسالی برای این حزب وکس توسط 141 نفر از کشورهای مختلف دنیا ارسال شده. خود فرام گفته یه سری ایرانی بودن خودجوش به این حزب کمک کرده، یعنی حقیقتا پولشویی. دقیقا. حالا من ریل کار گردش کاری و گردش مالی رو برایشون توضیح دادم که خودشون هم خیلی سورپرایز شدن. و سوال دیگه شده این بود که خب چرا به یک همچین حزب دست چندمی فرقه رفته داره کمک میکنه، مثلا سرمایه گذاری چی رفته میکرده؟ که من این رو هم براشون توضیح دادم که در فرقه رو ما در عراق دقیقا مشابه همین کیس کاری رو داشتیم. یک کاری که در فرقه انجام میده اسمش چیه؟ لابی سازی میکنه. یعنی مثل این تیم های بزرگ فوتبال هستن، یک بچه رو از بچگی تربیتش میکنن، فوتبالیستش میکنن تا مثلا بعدا استفادهش رو ببرن. مثلا ما در عراق که بودیم، اینا یک پروژه رو انداختن تحت عنوان پروژه اجتماعی، روستاهای اطراف، شهرهای اطراف نفرات رو دعوت میکردن، بعد مثلا یه سری از نفرات کجا ماشین داشتن، ماشین سنگین، بعد بهش میگفتن مثلا نفرات بیار هزینه تردد ماشین رو بهش میدن، یه پولی میدادن. خلاصه کم کم شیخ‌های عشیره، بعد مختار یک درجه پایین‌تر از شیخ، بعد فخوز بازم یه درجه پایین‌تر، اینا رو دعوت می‌کردن، امیر قبیله دعوت می‌کردن. هم زمان محمدی هم خودمون موقعی که ما توی مقر بودیم صندوقدار بود، بعد اینا به این شیخ‌ها می‌گفتن که مثلا یا شیخ برای ما می‌دونیم مشکلات زیاده، اینا شما خب امین مردم هستین، ممکنه یه سری مردم نیازمند باشه، اینا ما امکان کمک نداریم، این ماهی 1 میلیون دینار پیش شما باشه، خودتون دیگه به صلاح دید خودتون به مردم مثلا به عنوان خیر مثلا کمک کنید. حالا این محمل قضیه رو، یعنی 1 میلیون بذار تو جیب برای خودت دستمزد دیگه، ماهی دوبار می اینجا. اینا به شیخات خود رحمان تحویل میداد، به شیخ ما 1 میلیون تومان، به مختار و فخوز ماهی 500 هزار دینار میدادن، و اگرم خرجای
دیگه ای میکردن اونا تو روستاشو، مثلا یه جلسه برگزار میکردن، دو تا گوسفند میکشتن، شام میدادن، نامه کونم تو زبون حساب میشد. و این وضعیت اینا داشتن تا به انتخابات محلی، انتخابات استانی و پارلمانی رسید. اینا میمونن چه کار میکردن؟ مثلا از قبل دیگه منطقه ها رو شناخته بودن، مثلا منطقه کناری، مثلا آقا از اینجا باید نماینده بره توی شورای استان، یکی دو نفر آدم این که میشناختن اینا از قبل میمونن، به لحاظ مالی روش ساپورت میکردن، کار میکردن، هزینه تبلیغات چی میدادن برش، جلسه میگردن اینا، خلاص این رأی رو بیاره این بره توی مجلس یا بره توی شورای استان، این پیش نفر اینا خطشون رو با این پیش ببرن، چون دیگه طرف مدیون بود. اینا یه همچین شیوه کاری داشتن، یعنی حتی در عراق بودن با هم صرف پوله سنگفتی که اون موقع میکردن یک چیز داشتن، جبهه مرام که مثلا میخواستن دولت رو بزنن زمین که مثلا تعداد جمعیت واقعا خیلی پول خرج کرده بودن، همون کار رو در سایر کشورم دارن میکنن، کما اینکه مثلا تو خود همین آلبانی هم خصوصا اخباری دارن که مثلا همچین کاری کردن. عرضم به حضورتون که اینا پول میدن در همون حزب وکس و به این صورت که برای آینده، یعنی سرمایه گذاریه برای آینده، که اینا به این شیوه نمونه شد ما خودمون بودیم مثلا این کار رو میکردن. میمونه شیوه کمک به گردش مالی قضیه. خب فرقتون خیلی کشورها دفتر داره، خب اون دفتر هم برحال یه سری کاد پرسنل ثابت و مال خود فرقه هستن، یه سری هوادارای هم دارن که برحال به صورت پاره وقت نیم وقت اینا اونجا کار میکنن. خب یه دستور روزانه، یه دستور روزانه همینجا مثلا این دستور روزانه که برای کار توییت میاد، روزانه میاد که آقا مثلا اون مسئول اون دفتر مثلا تو سوئد، آقا مثلا به 4 5 6 هوادارا بگین که پول بده نفر مثلا 10000 یورو مثلا یا 20000 یورو به فلان حساب واریز کنه. این پول اینجوری به صورت از حساب‌های مختلف از کشورهای مختلف که این خلاصه گندش بیرون نزنه. و سر خیلی کارهای دیگه هم این کارو می‌کردن چیزه که حالا اینا نمی‌دونسته اینا رو که گفتیم بعد خلاصه دوزارشون جا افته، یعنی خودشون از صورتشون ای مثلا به این صورت اینا این کارو می‌کنن. که یه موضوع دیگه هم داشتن در رابطه با مسئله هزینه‌های فرقه از کجا میاد، که مثلا میگفتم آیا سندی هستش که مثلا از سعودی اینا پولی دارن دریافت ما یا نه، گفتم مثل همون زمانی که اینا تو عراق بودن و بعد میگفتن که خب نه ما هیچ وابستگی به دولت عراق نداریم، و حتی خود ما که بودیم چه دروغایی میگفتن مثلا سر استقلال مالی ما. دیگه به هر حال صدام حسین سرنگون شد و اون فیلم ها اونطوری مال استخبارات عراق اینجوری لو رفت و که چجوری چمدونه پول جلوی اینا مینداختن درش باز میشد اونطوری چند میلیون دینار چند میلیون دینار، اونم زمانی که دینار نزدیک به 3 دلار بوده، دیگه هر چمدونی مثلا مثلا عدداشو میگه تو اون فیلم 2 میلیون دلار 3 میلیون دینار مثلا 10 میلیون دلار 20 میلیون دلار اون پولی که اونطوری میدادن بهشون. خب یه روزی هم به هر حال باید بلای سعی سعودی بیاد دیگه. خیلی واضحه که کسی سندی وقتی کسی یه جرمی داره انجام میده که سندی اعلام بیرونی که نمیکنه که. بعد حالا این فرقه تو چه چیزی روابط شفافی داشته که مثلا الان بخواد سر حساب کتاب مالیش این کارو بکنه؟ خیلی ممنون. آخرین سوال اینه که با توجه به اینکه خود مجاهدین قبلا از صدام حسین پول دریافت میکردن، اتفاقا اون فیلم هایی که شما میگید جالبه، مردم نگاه کنن روی یوتیوب توی یه جایش اینا حتی مثل توی بازارهای ایران چونه میزنن به هم سر پول که اینقدر بیشتر بده اینقدر کمتر بده، این کارو میکنیم اینها. بله میپرسن که با توجه به اینکه خود مجاهدین قبلا از صدام حسین پول دریافت میکردن و الان از عربستان سعودی، چطور است که اینها به احزاب راست افراطی و افراد راست افراطی کمک مالی میکنن؟ یعنی اینقدر پول دارن، جریان چیست؟ شما توضیح دادید، اگه لازم هست بیشتر توضیح بدید. دوستان اگر سوالی دارید میتونید بپرسید از دوستان روی فیسبوک، به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن، به وسیله تکست، یا اینکه در برنامه‌های آینده هم که هر روز این برنامه پخش میشه باز میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید و امیدوارم این دوستان هم با شماها در تماس باشند و پاسخ بدن. بازم از اینکه با ما بودید ممنونم. من ساکت میشم، شما این ماجرای پول رو یه مقدار دیگه بیشتر توضیح بدید که این
پول صدام، حالا پول عربستان سعودی و خیلی کشورهای دیگه، اردن هم فکر کنم یکی از اونها باشه، و چرا این پول به حزب سمت راستی میره؟ چون احزاب سمت راستی، احزاب افراطی، اینا خب به هر حال تو جبهه، به قول فرقه، تو جبهه مماشات یا مذاکره نیستن، اینا تو جبهه جرق و جنگن. کلا خود فرقه معتقد است که هر کشوری که مثلا احزاب چپ، مردمی، دموکرات یا سوسیالی میان سر کار، برحال سر از مذاکره با رژیم در میان. بهترین را برای ما همینه که با همین افراطی ها کار کنیم، چه در اسرائیل، چه در امریکا و چه در هر کشوریه، کما این که در رقابت منطقه‌ای هم که در خاورمیانه وجود داره، خود سعودی هم بیشتر گروه خونش با احزاب افراطیه. برای اینا هم که همین فرقه هم که پول سعودی رو داره بخش و باز میکنه، به نمایندگی از طرف سعودی داره ایز میکنه، خب همینا برحال با نظارت و با هدایت و برحال با اوکی سعودی داره این ورمور میره. اینا صرفا دلالی دارن میکنن این وسط. برحال ترامپ هم خب حالا از این، یا اونم بیزینسمنیه برای خودش، یا از این وضعیت ها خب استفاده خودش داره میکنه، نفتش رو میخره، سلاحش هم میفروشه. الان شما فقط این لیست معامله ها و سلاح های فروخته که اصلا معلوم است کشور عربی میخواد چیکار بکنن این سلاح ها رو، اصلا به چه دردشون بخوره دیگه، اونم برای استفاده خودش از اون برمیکنه. حالا فرقه این وسط کارش به دلالی افتاده این وسط، که حالا شاید نمیدونم، چون برای اینا که همه جوره ته کشیدن دیگه، حالا اینکه چه راهی میخواد باز بشه با این شیوه کارشون دیگه آینده نزدیک قضاوت خواهد کرد. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده خبرهای بهتر، شادتر در رابطه با اقامت، در رابطه با خانواده، تشکیل خانواده، دیدار خانواده بتونید بیشتر صحبت کنید. خیلی ممنونم که با ما بودید. دوستان، در قسمت دوم قرار است که با آقای غلامرضا شکری باشیم و ایشون نوشتن که من که شاهد میلیون ها پول بودم که فرقه به این عرب ها میداد. اجازه بدین خداحافظی کنم از آقای حیرانی. آقا خیلی ممنون. ما بله. خدا نگهدارتون. دوستان بازم تشکر میکنم از آقای منوچهر عبدی که این امکان رو در اختیار دوستان قرار میده تا ما بتونیم با اونها صحبت کنیم. آقای نیساری و آقای خورسندی، آقای بیت مشعل هم میگن که باور کنید ماه به ماه و هفته به هفته پول راننده ها و شیوخ و نفرات رو در حضور خودم میدادن. آقای خورسندی میگن هواداران مجاهدین در همه جا مقداری از درآمد خودشان را به فرقه میدهند، در تمام کشورها این قانون اجباری است. آقا اینا هم مثل کلیسا اینو میگن که بعد هر پول زیادی رو، هر جا ماجرای کلیسا و بانک و پول خدا رو بخونید، ویدیوشو ببینید، این که یه سبدی میچرخونن تو کلیسا میگن ما با پول اعضا به اصطلاح اموراتون میگذره، برای خالی نبودن عریضه است. اصلا اون پولها هسته خرمایی هم نیست که بتونه این کوه رو نگه داره. میگن که این فرقه کاری ندارد که طرف مقابل در چه سمتی است یا در چه سمتی است. هر کسی از این فرقه تعریف کند، به خصوص از مریم، فرقه پول کلان میدهد و طرف را هم بزرگ میکند. خیلی ممنون. آقای موسی اینو گفته و آقای نیساری، همشهری عزیز خود من، نوشتن که زندگی اکثر این جوانان دیروز و میان سالان امروز در روی به هدر رفته. به نظر میهمان شما به چه صورت میتوان به شد جدا شدگان کمک کرد و همزمان بازمانده نیروی آنها را به سوی مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی جذب کرد؟ یه ایمیل و آدرسی رو من در حین برنامه نشون میدادم آقای نیساری که آقای کرمی لطف کردن فرستادن. اون کمترین کاری هست که من و شما بتونیم انجام بدیم با نوشتن یه ایمیل، با فرستادن، با تماس گرفتن با اونها، و اونها بدونن که این دوستان تنها نیستن که هر بلایی بخوان سرشون بیارن. آقای بیدی مدت‌ها تو خیابون می‌خوابید و الان این که
سازمان با افتخار اعلام میکنه که چنین کردیم چنان کردیم، یعنی این دوستان نگران هستند، در یک حالت برزخ زندگی میکنند چون نمیدونن فردا شرایطشون چیه و نمیدونن که موقعیت یا به قول خودشون استاتو اقامتشون چی هست. خب دوستان عزیز اجازه بدید که سلام کنم به آقای غلامرضا شکری و ایشون قبلا هم مهمان برنامه بودن. ویدیوهای تمام دوستانی که با ما بودن موجود هست، هم در تلویزیون مردم، هم در یوتیوب، هم گوگل اسم این دوستان رو که تایپ کنید اونها میاد. آقای شکری سوالاتی هم هست برای شما، ولی دو تا سوال یا دو تا تاپیک روی فلایر نوشته شده بود، اگر مایل باشید اول با اینا شروع کنیم. در رابطه با آخرین وضعیت فرقه رجوی یا مجاهدین در آلبانی و اون هم افشای نقشه خالی کردن آلبانی از جدا شدگان، چه مخالف چه هوادار. من ضمن سلام به شما و خوش آمد میکروفون رو در اختیارتون میذارم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، بفرمایید. سلام به آقای صوفی و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون مردم، انشالله که روز خوب و خوشی داشته باشین. والا آقای صوفی در تو با این سوالات که اول گفتین که وضعیت فرقه در حال حاضر در آلبانی به چه صورته، نمیتونیم بگیم به جلوه، نمیتونیم بگیم راکته، پس در واقع رو به عقبه. چرا میگم رو به عقبه؟ وضعیت کنونیش آدم هر چقدر مثلا ما تو آلبانی که در یک جنگ گریزی با اینا هستیم، میبینم تمام تلاشش برای از دور خارج کردن کیه؟ این جدا شده ها، اینایی که در مقابلشون وایستادن میخوان حق و حقوق خودشون بگیرن. خب این چی رو میرسونه برای ماها؟ میبینیم نه، ما خب فشار ما خیلی زیاده روی فرقه. در واقع فرقه تا کنون از زمانی که از عراق خارج شده اومده توی چیز، چقدر جدا شده داشته؟ چرا داره تلاش میکنه جدا شده ها رو از اینجا خارج کنه؟ خب علتش مشخصه، برای تک به تک نفرات همه واضحه. حتی یک نفرم، من جلسه قبل گفتم، خود مریم رجوی در نشستشون گفته هر یک نفر از جدا شده ها چه خوبش چه بدش به اندازه 50 نفر داره از ما انرژی میگیره. خب پس رفت این فرقه رو میرسونه، پس رفت مسیر مجاهدون رو میرسونه که میخوان چیکار کنن؟ خودشون رو به یک نحوی نشون بدن که آره ما همیشه رو به جلوییم، ما همیشه کارمون رو به جلو بوده. نه، تا اونجایی که ما تو آلبانی هستیم داریم میبینیم هیچ وقت رو به جلو نبودن. اگه به قول معروف، به قول خودشون، در رو باز میذاشتن خیلی دیگه بیرون بودن. این تعداد که هیچی، خیلی دیگه. الان چرا داره مثلا دونه دونه نفراتو میفرسته بیرون؟ هر دو سه هفته یه بار یک نفر میاد، همین چند روز پیش دوباره یک دیگه اومد بیرون. خب چرا داره این کارو میکنه؟ اگه باز بذاره این درو، خب باشه هر کی میخواد بیاد بره، فشار نیاره، هر کی میخواد بیاد بره. نه به این معنی که نمیدونم، به قول مسئول رجوی چراغ خاموش، هر کی بیاد بره مسئولین جلو در وایسن، دونه بدون آدم ها کجا؟ دونه بدون آدم ها رو صدا بکنن بشینن ساعت ها باشون حرف بزن، دوباره پشیمونشون میخوان. آره بیرون اینجوریه، بیرون فلانه، هزاران دروغ دروغ دروغ، تا این نفر بدبخت از ترس بگه باشه نمیرم. خب این شیوه کار همیشگی این فرقه بوده. تو عراق ما داشتیم، ما اومدیم آلبانی فهمیدیم این فرقه چیه. چقدر دروغ رو ما گفته در رابطه با عراق، در رابطه با اینکه نفراتی که رفتن، یا اینکه نفرات رو گشن و تشنه تو بیابون مردن، یا اینکه غرق شدن، یا اینکه تو کوهکمر مردن، یا نمیدونم کشتنشون تو بمبگذاری کشتنشون. هزاران دروغ رو ما میگفت،
الان ما اومدیم تو آلمانی، الان 3 سال ما اومدیم، دونه به دونه رفیقامون این تو اروپا دارن بهترین زندگی رو میکنن. خب معلومه میخواست جلو جلو ما رو ببنده. همین حالا این وضعیت همین داره. این نشان دهنده پیشرفت این فرقه نیست، نشان دهنده پسرفتشه، نشان دهنده ای که عقب نشینی کلا از همه چی عقب نشینی کرده، افتاده به جنگ با جدا شده ها. هیچ وضعیت متعادلی ندارن اینا. مثلا چرا میگم ندارن؟ تو خیابون با مسئولین بالاشون تو فروشگاه، همین که ما رو میبینن رنگ از روشون میپره، سفید میشن یه دفعه. خب علت چیه؟ چند نفر باهاشون؟ بارها و بارها به خودم گفتن، دوستم گفتم که همین بچه‌ای که میام بیرون، گفتن که چیکار میگن تو معتاد شدی، تو نمیدونم اینجوری شدی، تو فلان شدی، ولی میدون سر ما رو گنده داری، هر جای میشه میگیم، میگه سر کاره، باشگاه میره، فلان میکنه. خب این کارکرد فرقه است، ولی وقتی که ما رو میبینن بیرون، نه همین چند روز پیش صبح زود من داشتم میرفتم سر کار، سر چهارراه مادر ترزا، بیمارستان مادر ترزا، 6 تا از اینا وایساده، هر 6 تا هم از لایه به قول خودشون ام جدید بودن. خب منو دیدن، بعد یه جوری هم نگاه میکردم، تلفن دست و نمیدونم لباس مرتب و شیک سر حال داشتم میرفتم سر کارم. منم برگشتم یه لبخندی بهشون زدم، یکیشون خندید، حالا اسم نمیارم، یکیشون خندید. خب معلومه هنوز که هنوز میفهم، اونا خوب میفهمن، بابا جان فرقه داره دروغ میگه بهشون، داره تک به تک آدم هایی جدا شده. این وضعیت فرقه است در واقع. هیچ وقت، هیچ وقت با دروغ هیچ چیز پیش نمیره که فرقه میخواد پیش ببره. تا حالا هیچ کس نتونسته، مگه اون با قول معروف گوهزش تونست این کار رو بکنه که مریم رجوی یا مسعود رجوی یا این سازمان با این مسئولینش که این انقدر دم از عریض طویل بودن این سازمان، نه هیچ سازمان چیزی هم نیست، خیلی کوچکتر از این حرف هست که میخواد نمیدونم ماها رو سر به نیست کنه، ماها رو کنار بزنه، ماها رو از این کشور بیرون کنه، خیلی کوچکتر از این حرف هست. بله بفهمید. خیلی ممنون. در همین رابطه که دوستان دیگه شما رو میبینن و تعجب میکنن وضعیت شما، شما گفتید سر و مر گنده، من چون میدونم شما ورزشکار هستی فکر نمیکنم سر و مر گنده بشی، منظور قوی میشی. نوشتن که با توجه به شرایطی که الان جدا شده هایی مانند شما دارید، وضعیت سخت دوستان خودتان را چطور میبینید؟ آیا فرقه رجوی به آرزویش میرسد که شماها را به صورت کارتون خواب و ژنده پوش ببیند؟ والا عرضم به حضور شما و بیننده‌های عزیز، فرقه به قول معروف میگه شطور در خواب بیند پنبه دانه. ما درسته توی یک کشور غریبی هستیم، پشتوانه درست حسابی نداریم، کسی پشتمون نیست به جز همین تعدادی که خدا میگفته. هیچ وقت، من بارها هم گفتم، هیچ وقت همین جدا شده ها، حتی هر کدوم از این یک نفرمون کوچکترین ناراحتی داشته باشه، کوچکترین مشکل داشته باشه، میام پشتش، نمیذاریم، هیچ وقت نمیذاریم. هرچند که ما از هیچ جا ساپورت مالی نمیشیم، ولی تا همین میزان هم که داریم، خانواده هایی که از نون شب خودشون میزنن، از نمیدونم نون بچه هاشون میزنن برای ما میفرستن، خانواده خودمون میفرستن، با همین ما جدا شده ها زندگیمون رو میکنیم. هیچ وقت و هیچ وقت هم نمیذاریم یک جدا شده که با ما داره زندگی میکنه اینجا کم کسری داشته باشه. الان در حال حاضر مثلا ما هر 4-5 نفر یه خونه گرفتیم، بعضا مثلا 2 تا اتاق، بعضا یه اتاق بزرگه، خب تخت گرفتیم، چیز گرفتیم، هممون یه جا استفاده میکنیم، یه آشپزخونه داریم، خب زندگیمون رو داریم با هم پیش میبریم که بتونیم به میزانی قناعت کنیم، به میزانی پسنداز داشته باشیم، بتونیم
همون مشکلی که برای یکی پیش میاد بتونیم کمکش بکنیم. نمیذاریم فرقه به چنین آرزویی برسه. فرقه این آرزو رو به گور میبره با خودش. چه مریم رجوی میخواد باشه، چه مسعود رجویش میخواد باشه، چه بقیه سرکرده هاش، دونه به دونه شون خوب باید بفهمن این جدا شده ها هیچ وقت به روزی که آرزوی آرزوشو داره فرقه که به کارتون خوابی برسه، به نمیدونم سرکشیدن تو آشغال دونی اینجورده برسه، هیچ وقت ما به چنین جایی نخواهیم رسید و این آرزو رو فرقه به گور میبره. الانم دارم میگم واقعا پشت هم هستیم مثل برادر، از هیچی هم کوتاه نمیام. درسته یه سری اشکالات داریم، یه سری مشکلات داریم، ولی هیچ وقت به لحاظ مالی، به لحاظ معنوی برای هم کم نمیذاریم و انشالله تعدادمون هم زیادتر میشه، تو همینجا دور هم بیشتر جمع میشیم که چشم مریم رجوی کورشه، که به جای 50 نفر انرژی گرفتن بکنندش 200 نفر ازش انرژی بگیرن. این نکته من بود. بسیار ممنون. تقریبا شما مثل یه فامیلی چون سالها با هم بودید، الان هم در مشکلات به هم کمک میکنید و با هم خواهید بود. سوال میکنن که وجه تشابه وضعیت الان مجاهدین با زمانی که در عراق بودن در چیست؟ ولی وجه تشابهش همین، حالا ما یه توضیح کوتاه بدم در تو با عراق. ما تو عراق که بودیم، خب بعد از اینکه آمریکا اومد مستقر شد و نمیدونم دولت عراق عوض شد و یه سری جدا توی دولت عراق عوض شد، ما باید اون لباس نظامی رو در می آوردیم که در آوردیم، یعنی از تنمون در آوردن. اینجوری مسئول رجوی از سو استفاده نکنه، از تنمون در آوردن و به ما لباس های مثلا پیرهنای چینی، شلوار چینی، جور چیزا خریدن آوردن. خب هر کی به اندازه خودش، به میزانی که خودش نیاز داشت میگرفت. مدل مختلف بود ولی 4 جیب، همه چی 4 جیب، شلوارش 2 جیب، با کفش کتانی پیرهنای 4 جیب میگرفتن یا 2 جیب میگرفتن به ما میدادن. وضعیتی که اونجا بود همه یکسان و یک فرم بود. من همین چند روز پیش توی آلبانی سر کار بودیم با همین دوسته آلبانیمون، داشتیم صحبت میکردیم، رضا گفتم چیه؟ گفت ام مجاهدین. برگشتم نگاه کردم 4 نفر بودن، هر 4 تاشون همون لباسه 4 جیب، یکیشون شلوار لی پاش بود، بقیه همون شلواره جینه که تو عراق بود پاشون، پیرن 4 جیب به تن، شلوار اصلا هیچ، مثل اینکه این مریم قجر توی دنیای بورژوازی که خودش فکر میکرد هیچ وقت وارد دنیای بورژوازی نمیشه و نمیذاره نفرات هم بشن، میخواد با این چیزا اینجوری نفرات رو سرگرم بکنه، هیچ فرقی نکرده پوشششون. اصلا اخلاقا هم خب همون دوگماتیسمی که خودشون دارن همونه، یعنی هیچ تغییری نکرده. بعدش هم بیایم سر این موضوع تو آلبانی، تو آلبانی من وقتی که میبینم مریم رجوی خودش 24 ساعته، یه سرش فرانسه، یه سرش اینجا و یه سرش میره میاد، علتش چیه؟ جنگ دعوا سر بورژوازیه؟ نه والا، علتش فقط نگه داشتن آدم هاشه. بورژوازی که خورد تموم شد رفت. اینا فکر میکنن بورژوازی اینا رو نبرده، اینا با همین لباس ها یعنی اصلا هیچ تکونی نخورن. نه، تکون خوردن، درست حسابی هم تکون خوردن، خودشون هم خوب میدونن که بد جایی گیر کردن، نه راه پس دارن نه راه پیش. نشست ها که همون نشست هاست، این نشست عملجایی درست کم شده ها، نشست عملجایشون کم شده،
اون روز اول که من بحث نشست غسل رو میکردم، غسل لحظه ای تو خیابون فلان اینا رو همه جمع جور شده. خب چی شد؟ بورژوازی همینا رو خورد. چی شد؟ کسی پاش نیومد. یعنی دونه به دونه اگه تمام بحثای خودشون رو جلوشون بذاری که فروکش کرده نسبت به عراق، خب معلومه بورژوازی چه بلایی سرشون آورده. چرا اینا در حال حاضر تو آلبانی نفرات رو فقط با خرید جنس، با پول دادن نگه میدارن؟ چرا مثل عراق نیست که مثلا بشینن باهاش صحبت بکنن؟ با خیلی صحبت میکنن ها، ولی لابلای صحبت پول، جنس خریدن، دو چرخ خریدن، نمیدونم تلفن خریدن، از این تلفن آشغالی میخرن میدن بهشون که سیم کارت نداشته باشه، نمیدونم نتونن نتم بخرن. اصلا هیچی به هیچون یاد نمیدن که اینا بدونن مثل مردم عادی به خدا چوپونه اینجا دوتا گوشی تو جیبشونه. این بدبختای بیچاره که این تو گیر کردن، به قول حسن حیرانی توی مزرعه حیوانات گیر کردن، خب این وضعیتشون چیکار باید بکنن؟ تمام مسیری که این فرقه داره پیش میبره میخواد بگه نه بورژوازی هیچ کاری اون نکرده، ولی اشتباه میکنه. خودش خوب میدونه که سخت اشتباه کرد، آلبانی رو هم پذیرفت که اومد تو آلبانی که این بلا به سرش اومده. کالم دونه بدون آدم ها گفتم هر دو سه هفته یکی میفرسته بیرون. البته خیلی ها رو فرستاده بیرون ها، خیلی ها رو فرستاده بیرون، کسی نباید به کمیساری ها مراجعه میکرد که الان خب ما یه تعدادشو میدونیم به کمیساری نباید مراجعه میکرد، نمیدونم به اون زمان که رمسا بود نباید به رمسا مراجعه میکرد. همین پولی که سازمان بهش میده باید با همین پول بسازه که بتونه زندگیشو کنه. یعنی این که تحت فشار قرار بگیره، تحت فشار قرار بگیره بتونه از این کشور چیکار بکنه، زودتر از خانواده بدبخت بیچاره که تو ایران با این شرایط سخت، با این گرانی، با این خرج و مخارج پول بگیره، از این کشور زودتر خارج بشه. کارکرد این فرقه همینه. خیلی ممنون. اجازه بدید آقای مالک بیت مشعل نوشتن که آقای سوربی اگه کارتون خواب هم بشم شرفش میارزه به تشکیلات ضد خلق فرقه. یه سوالی آقای نیساری از آقای حیرانی کرد، من این سوال هم از شما هم از دیگر دوستان میپرسم، میتونن رو فیسبوک هم بنویسن. آقای نیساری نوشته بود خب حالا که شما جدا شدید، اون موقع جوونی بودید، حالا میان سال هستید و سازمان هم به شماها به اصطلاح اذیت میکنه و مهربان و دوستانی نیست، آیا شما حاضرید به سازمانهای دیگه‌ای بپیوندید که اونها هدفشون براندازی جمهوری اسلامی هست؟ یعنی حقیقتاً یکم میشه مثل ارتش استخدامی، آیا حاضرید مثل اون بلک وادر و اینها؟ بله میتونید توضیح بدید لطفا؟ ولی در رابطه با این موضوع ما همه چی رو تجربه کردیم. من خودم 27 سال 30 سال تجربه کردم کامل. کدوم سازمان انقلابی هست که مثلا دم از مردم داری میزنه، دم از همه چی میزنه، ولی بعد وقتی که میری توش نگاه میکنی انواع اقسام چرندیات و فساد اونجور شده توشونه. مسئولین بالا همه به فکر خودشونه. یعنی طبقاتی بودن توی هر سازمانی، سازمان انقلابی باشه، واقعا بیفاید است. کدوم سازمان گیر میاد که همین حالا بره مثلا رژیم ایران رو سرنگون کنه؟ یکیشو به من معرفی کنه. فقط حرفم، فقط داره حرف میزنه. درست مردم ایران تحت فشار همه چی هستن. خب این سازمان انقلابی کجا؟ مگه همین مسعود رجوی نمیگو بزرگتر این سازمان انقلابی ما هستیم، پیشتازیم، فلانیم، این همه نیرو داخل داریم، خودش کجاست؟ کدوم رهبریه که به قول معروف اون چگوارا مگه نبود؟ چگوارا خب تو خط مقدم بود، خودش میجنگید،
مسئول رجبی بگو این سالیان کجاست، بقیه رهبره انقلابی کجا، چرا تو خط مقدم نیستن، چرا نمیان خودشون رو نشون دادن؟ اینو آقای فیلابی جواب داد، گفت خب میخواین بلای چگوارا سرش بیاد. رفته قایم شده که آقای شکری، دوستان میگن که اولا ممنونم از آقای کرمی، ایشون هر وقت برنامه داریم زحمت میکشن. ایشون نوشته که آقای سوربی مگر ما وقتی رفتیم فرانسه، آمدیم فرانسه در گداخانه ها خوراک میخوردیم و توی پارک میخوابیدیم، ولی به فرقه رجبی پشت کردیم و فرقه نفراتی رو فرستاده بودن که ما را بخرن، گفتیم در گداخانه ها میخوریم در پارک میخوابیم، اما آقا و سرور خودمان هستیم و در نهایت این ما بودیم که سرفراز شدیم و فرقه رجبی سوخت و سوخت. آقای فرهام هم میگن با سلام مجدد به شما آقای سوربی و مهمان گرامیتون آقای شکری، نکته ای که گفتید را گرفتم، خیلی ممنون از توضیح به جایتان. ما ممنون از شما هستیم که با پرسش های خوبتون برنامه رو قوام و دوام میبخشید. خب ایشون نوشتن که آقای کرمی پاسخ داده به آقای فرهام که چه اشکالی دارد که بهروز قربانی تحت پوشش کشیش و پدر روحانی با اسم انجمن پورشویی درست کرده که افراد مشخصی که هوادار فرقه رجبی هستند خارج میکند، اگر این آقای قربانی همه افراد را یک دست خارج کند و فرقی نمیگذاشت، حرف شما درست بود. بله، آقای هاجری میگه آقای سوربی چیزی به اسم انقلابی وجود ندارد، در دهه 60 میلادی همه چیز تمام شد. ضمناً آقای کرمی باز نوشتن کدام سازمان و حزب کردستانی یا غیر کردستانی ایران، یک نفر را نام ببرید. این خیلی درسته، اینجوری که همینجوری عمومی بگیم آقای نیساری درست نمیشه. شما یه سازمانی رو اسم ببرید، مثال میزنم، حتی شما بگید که حاضرید به مثلا رضا پهلوی و انجمن پادشاهی بپیوندید، اون موقع تصمیم گیری برای این دوستان ساده تره. یا خود آقای نیساری یک برنامه و جنبشی داره، شاید با دوستان تماس بگیره، اونجوری راحت تره تا به دوستان همینجوری به صورت عمومی و جنرال بگید که شما حاضرید این کار رو انجام بدید. منم باشم میگم اول باید ببینم چی هست چه کاری هست. خب آقای شکری، قرار بود که درباره این افشای نقشه خالی کردن آلبانی از جدا شدگان بیشتر صحبت کنیم، ولی فکر کنم به اندازه کافی صحبت شده. اجازه بدید این سوالات رو که دوستان ارسال کردن بپرسیم تا مدیون نباشیم بهشون و به اصطلاح بله از لطفشون تشکر کرده باشیم. میگن با توجه به هزینه سنگینی که تشکیلات مجاهدین در آلبانی پرداخت کردن تا آن بخش از کمیسریا که مربوط به مجاهدین بود بسته شود، بعد از بسته شدن این دفتر آیا کسی باز از مجاهدین به نظر شما جدا میشود یا خیر؟ که شما خیلی قشنگ گفتید که امیدوارید که افراد بیشتری جدا بشن، که اگر مریم رجبی الان نگران این هست که شما انرژی 50 نفر رو میگیرید، اون موقع انرژی 200 نفر رو بگیرید، و ولی الان این سوال هست، فکر میکنید که جدا میشن دوستان جدید یا ریزش ادامه دارد یا باعث میشه که متوقف بشه؟ والا تو صحبت هم گفتم همین چند روز پیش بود که یکی دیگه جدا شد، با توجه به این که کمیساری ها بسته شده، ساپورت نمی کنه، رمسای هم بسته شده. خب معلوم مسیر بازه، کسی که دیگه به قول معروف به اینجاش رسیده میگه بادا با، بهتر از اینی که وایسم توی این فرقه، هر روز تو سری بخورم، هر روز اذیت بشم، هر روز مشکلات ذهنی داشته باشم، خب میرم بیرون حتما یکی از دستم میگیره، حتما یک نفری هست کمکی به من بکنه، خب میام بیرون. من هیچ شک ندارم، هیچ شک ندارم میام بیرون، خود فرقه مجبور ساپورت بکنه، ازشون بیشتر هم جدا میشن. درسته با حرف و چرندیات و یه سری چیزای جدید را انداختن براشون، میخوان دوباره نگه دارن، ولی نگه داشتن موقته. کسی که به ذهنش میزنه دیگه تمومه،
آلبانی دیگه تمام پایان خطه، تمام این که از خود مسئول علی هم سوال شده، آلبانی پایان خطه، اینا دیگه تمامه، میان بیرون خورد خورد باشه، قطره ای بده بیرون، به زور نگه دار، هر کاری میخوای بکن، ولی نفرات نمیدونم، یکی یکی باشه، هم ماهی یکی هم بیان بیرون خودش کلی، یعنی نفرات دیگه تاب توان دروغای این مجاهدین رو ندارن، دروغای این سرکرده ها رو ندارن، والا به خدا چیزی که ما میشه بزنن شاخ در میاریم سر دروغ گفتن اینا، که بتونن فقط چی؟ یک کمی این نیروها رو نگه دارن، بلا نیرویی که نمیخواد بمونه، نیرویی که دیگه تاب توان موندن اون تو رو نداره، تاب چرندیاتی که شما ها میکنین تو کله این آدم های بدبخت دیگه نمیخواد بمونه، خب چرا نگرش میداری؟ برای چی نگرش؟ چه ضرر زیانی داره برات؟ چه سودی داره برات نگرش میداری؟ به این دوتا باید پاسخ بده، خب کاملا مشخصه، بیاد بیرون همین 200 نفریه که من گفتم انرژی از این سازمان میگیره، نیادم بیرون بازم همون تو داره انرژی خودشو میگیره ازشو، به خاطر اینکه میگه میخوام برم، کار نمی کنه، نمیدونم اینو میخواد اونو میخواد، تو یک نقطه سازمان مجبور نفر بفرسته بیاد بیرون و حتما هم خیلی دیگه جدا میشن، این آخرین حرف هم در رابطه با جدا شدن آدم ها، وضعیتشون ما هر روز داریم تو خیابونا میبینیم، در خود بودن خودش نفرات رو داریم میبینیم، چهرهای همه دیگه داغون شده، ما ها رو میبینن خودشون هم میبینن، خب معلومه نفر اصلا ذهنش درگیر خیلی چیزا میشه، به خاطر همینه خیلی سریع شکننده میشه، میگه یعنی میبره برای خودش دیگه تمام نمیتونم تو این طریقه بکنم تمام. خیلی ممنون. آقای غلام میرزایی میگن آقای سربی اگر امکان داره عکسی رو که آقای شیرزاد فرستاد و توضیح داد که فرقه چطور نفرات را به خارج میفرستن و چه بهره ای از این کار میبرن اجازه بدین، احتمالا در پیام خصوصی فرستادن، آقای شیرزاد هم خودشون جزو سازمان بودن و یه عکسی فرستادن ولی توضیحی من نمیبینم، اجازه بدیم ببینم میتونم جایی توضیح نوشته ای پیدا کنم، فقط یه عکس دست جمعی هست که چند تا از دوستان با هم عکس گرفتن، حالا این به اصطلاح ماجرا چی بوده توضیحی متاسفانه نوشته نشده، این عکس هست، من این عکس رو نشون میدم، اگر توضیحش رو بنویسن بهتر میشه، شما هم که اینو فعلا نمیبینید نمیتونید دربارش توضیح بدید، پس بذارید برگردیم به اون سوالات. آقای شکری چرا فرقه رجوی این همه هزینه کرد که این بخش کمیساریا بسته بشه ولی نمیخواد که سفارت ایران در آلبانی بسته شود؟ این رو آقای حیرانی توضیح داد، اگه شما بتونید بیشتر توضیح بدید ممنون میشه. والا من فکر میکنم آقای حیرانی هم خیلی اون چیزی که من میخواستم بگم گفت، ولی بازم من به چند نکته دیگه اشاره میکنم. خب از اونجایی که بحث همین جدا شدن آدم ها بود و کمیساری ها که اینجا بود، همه فکر میکردن مثلا کمیساری ها یک پشت پناهی هست، یک کاری میکنه، یک دریچه ای باز میکنه برای آدم ها، فرقه تمام ذهن و فریبکاری و تمام کارش دنبال چی بود؟ دنبال این بسته شدن این بخش از کمیساریا در رابطه با ساپورت جدا شده ها انجام گرفت. خب خیلی خرج کرد، از اونجایی هم که البته این فرقه به قول مرو با کلاشی تمام یک سال خوب از کمیساریا کشید، خوب درست حسابی تمام پول آپارتمانی که توش مستقر بودن کمیساریا داد، یک سال پولشه، پول آب و برق و همه چی رو کامل کمیساریا پرداخت کرد، ولی فرقه به ما میگفت چی؟ همون ماهای اول ما آپارتمان گرفتیم براتون،
که تو آپارتمان خوب مستقر باشیم. دیگه نمیگو بابا جان پولشو کمیساریو داره میده، پول کرایه آپارتمانا، آب و برق، این همه آپارتمان گرفته شده، پولشو اون داره میده. حالا چی شده که دنبال اینه که در کمیساریو رو تخته بکنه این فرقه؟ علتش مشخص بود، علت فقط جدا شده ها بود. الان در حال حاضر با دروغ گفتن، واقعا این دیگه انقدر ما گفتیم این دروغ میگه دروغ میگه، یک این دروغ گفتن یه زمانی برای آدم ها شرم بود، مثلا به یکی بگم میگن بابا جان این داره دروغ میگه، خودش شرم میکرد که بگه فلانی دروغ میگه. دیگه ما انقدر اینو گفتیم اصلا برای فرقه هم خیلی معمول شده، یک حالت معمولی پیدا کرده که برای 24 ساعت دروغ بگه که این نفرات بدبخت باور بکنه. خب حالا اومد پشت این که کمیساریا بسته بشه. چرا کمیساریا بسته بشه؟ سر بحث جدا شدن آدم ها بود. و آدم ها وقتی جدا میشن یک راست میرفتن سمت کمیساریا دیگه. کمیساریا باید مصاحبه میکرد، صحبتاشون رو گوش میکرد، همه چیزاشون در تا فرقه مینوشت، آماده میکرد، میداد به بالاتر. بابا جان بیا ببین آدم ها که از اونجا اومدن بیرون چی دارن میگن. این وضعیتشون. چرا نمیذارین کمیساریا بره توی یک کمپ اشرفسته بازدید کنه؟ به چه حقی راه نمیدین کمیساریا بره بازدید کنه؟ به خاطر تمام فریبکاریاشون، به خاطر تمام سرنیز کردن آدماشون. هر بار یک نفر سرنیز شده به کمیساریا ما گفتیم کدوم آدم چرا همچین چیزه، چرا شما نمیتونیم بریم؟ میگه ما دیگه نمیتونیم بریم، از بالا به ما گفتن ما حق چنین کاری نداریم، حق نداریم نمیدونم ساپورت بکنیم، نمیدونم بریم سر بزنیم، کاری با این فرقه دیگه نداریم، این فرقه کارش با دولته. خب بیا وقتی که فرقه ای که اینجوری مستقل میشه توی یک کشور کوچیک، اونم با بانده مافیایی چفت جور میشه، خب سرنیز کردن آدماش کاری نداره، بخصوص سر جدا شده ها. الان اومد خب کمیساری رو بست، چرا نمیره سراغ سفارت؟ چرا الان دنبال اینه که سفارت بمونه؟ همش دنبال اینه که سفارت ایران بسته نشه. علتش هم مشخصه بازم، این مارک زدنه به آدما از دهن فرقه نیفته. مبادا یک دفعه این مارک زدن مثلا آره تا میگه فلانی اینجوریه، نه فلانی موضوعی وزارت اطلاعات سفارت رفته فلان رفته، خب باشه سفارت رو ببنده، دیگه چنین حرفی میتونه بزنه؟ نمیتونه. به خاطر اینکه هر بار از یک حربه‌ای استفاده میکنه که جلوی خروج آدم‌ها رو بگیره. خب سفارت ایران هم بسته بشه چه فرق با حال ما داره؟ آقای شکری اجازه بدید. ولی بقیه نفر اونایی که میخوان جدا بشن، پس باید به اونایی هم گفت مزدور دیگه. بله. آقای شیرزاد یک پیام آدیویی فرستادن، متاسفانه امکان پخشش ندارم، ولی آقای میرزایی توضیح دادن، گفتن نفرات رو میفرستاد ترکیه، ترکیه دیپورت میکرد، از آن طرف فرقه تبلیغات میکرد که نفرات ما را تحویل میدهد، مانند همین تعداد که در یونان هستند و دستگیر شدند و ساپورت نمیشوند. آقای حاجری هم میگه که پایان خط این فرقه از زمان آتش بس بین ایران و عراق شروع شد و هر روز به لب پرتگاه نزدیکتر میشود، چون حتی جاسوس در شهر برای کنترل افراد خودش هم گذاشته است. آقای رزاقی به نام سهند فریاد از پاریس میگن که آقای سوری من چند سال پیش در همین برنامه گفتم اعضای فرقه از چاله لیبرتی در عراق در آمدن، افتادن در چاه آلبانی، همان دیر یا زود ثابت شد. از این به بعد هم جدا شدن اعضا کمتر و به آمار مرگ و میر زیاد خواهد شد. راست میگه آقای رزاقی. یادمه که خود من تعجب کردم چجوری ایشون میگه که
حالا خیلی خوشحال نباشید که رفتید آلبانی آزاد میشین و اینها، و الان نمونهش رو میبینیم. مثلا خانواده ها توی عراق میتونستن برن ولی آلبانی نمیتونن برن، بعد اونجا به قولن یه جایی آزادتر بودن، بعد آوردنشون توی این آپارتمان ها، حالا بردنشون یه منطقه توی یه دهی و دوباره اشرف دیگه یا اینها. یعنی اگر بخوای حساب کنی درسته که آلبانی هست و اروپا اسمش هست، ولی مثل این میمونه که یه پرنده ای رو شما بذاری تو قفس و ببریش تو باغ، باز بالاخره اون تو قفس هست. ممنونم از این دوستان، و میگن که در عراق سفارت و دانایفر و هتل مهاجر، در آلبانی در سال گذشته هتل لنیزا و سفارت. این هم از این دوستان. اجازه بدید من اینجا این سوال آخر رو از شما بپرسم و از دوستانم خواهش کنم اگر سوالی دارن ارسال کنن به وسیله فیسبوک، به وسیله ایمیل، به وسیله پیام تلفنی و به وسیله تکست. سوال این هست: چرا تشکیلات فرقه مجاهدین شدیداً به دنبال آن هستند که آلبانی را از وجود هر نوع جدا شده، چه مخالف و چه هوادارهای خودشان خالی کنند و هیچ کس باقی نماند؟ این را آقای حیرانی هم صحبت کرد، ولی شما هم اگه صحبت کنید ما بیشتر آگاه میشیم، ممنون میشیم. بفرمایید. ولی در حالت با این موضوع خب کاملا پروازه، فرقه نمیخواد حتی یک نفر توی آلبانی بمونه، یعنی آلبانی رو کامل باید خالی بکنه. حالا در حال حاضر فرقه داره همون نفرات هوادار خودش به اصطلاح از این کشور خارج میکنه که الان بچه ها نوشتن گفتن، همین دوستامون گفتن، خب یه تعدادشون تو زندان هم. از خودش فرقه این بلا به سر آدم ها بیاد که این کشور خالی بشه، بشه جولانگاه خودش. یعنی هیچ جدا شده ای رو نفراتی که از داخل فرقه میان بیرون نبینن. وقتی که میان بیرون خب میبینن خود ما داریم زندگیمونو میکنیم، آزادیم، هر چی دوست داریم میریم، هر چی میخوایم میخوریم، مثل اونجا که نیست. والا با خدا آدم وقتی که اینا رو تو خیابون میبینه شرمش میگیره. هر کدومشون یکی یک کیسه موز خریدن دستشونه. خب معلومه. ببین داخل فرقه چجوری دارن باشون تنظیم میکنن که این بنده خدا به جای اینکه اون پولش رو جمع بکنه یه چیز درستاوی بخره، میاد چیکار میکنه؟ میاد موز میخره. یعنی این وضعیت داخل فرقه است. خب از خداشه. وقتی ماهی میبینم، مثلا من چند وقتیش من ندیدم از فروشگاه اومدم بیرون، کلی جنس دستم بود، جنس پوشاک، جنس یکم گرام قیمت. خب دارم طرف از فروشگاه اومده بیرون چه چیزی دستشه. خب با خودش میگه، با خودش صحبت میکنه، میگه چرا من نتونم داشته باشم، چرا من نتونم مثل این باشم، چرا باید سر وزم اینجوری باشه. خب این طرف وقتی که با خودش صحبت کنه فردا میره یه چیزی میذاره رو میز فرقه، آقا من نمیخوام بمونم. خب خاطر همین فرقه نمیخواد یک نفر از جدا شده تو آلبانی بمونه، خب خاطر این موضوعاته. خب من میبینه مثلا رفتم توی یه فروشگاهی توی همین مرکز شهر، داشتم با تلفن با خانواده‌ام صحبت می‌کردم، نشسته بودم داشتم صحبت می‌کردم، منم حواسم نبود، یعنی دوستا از اینا اومدن، یه لحظه سرم بلند کردم یکیشونو دیدم، بعد دیدم دو تاشون پشت سرم وایسادن، منم داشتم با خانواده‌ام صحبت می‌کردم باهوش. برگشتم نگاه کردم چیه همینجوری وایسادن. سری اونی که مسئولشون بود بعد بری اینجا وانستی، اینجا وانستی. خب این وضعیته. طرف می‌بینه که من چجوری دارم راحت با خانوادم صحبت کنم، طرف دچار لحظات مختلف میشه. من چرا با خانوادم صحبت نکنم؟ من چرا نتونم مثل این راحت باشم؟ بیا بشینم تو این فروشگاه برای خودم راحت با خانوادم صحبت بکنم، بیام جنس بخرم. فرقه نمیخواد اینا رو، نفراتی که اون داخلن اینا رو ببینن، ماها رو ببینن با این وضعیت، با این موضوعات. خب همین گریبان گیرشه. علت فرستادن نفرات خودشون به اسم هوادار از اینجا به
کشورهای دیگه، میگه من این پولو میدم، این خرج میکنم فلان کار، این از اینجا بره، رفت که دیگه رفت، هر جا گیر افتاد بزن چه رفتی داره، بذار بیفته زندان. افتاد زندان، خب من تو تشکیلات خودم میگم، میگم فلانی فلانی تو زندانم دو تا دروغ هم میذاره بوش، کاری نداره. واقعا میگم تمام تلاش این فرقه برای این موضوعه که تمام جدا شده ها از جا بیرون کنه بفرسته کشورهای دیگه، ولی بازم میگم چی؟ کور خونده واقعا تا لحظات آخر جا میمونم، میمونیم، باید جنگونیم، باید حقمونو بکنیم، حقمونو بگیریم از این فرقه. تا کی میخواد حق خوری بکنه؟ پس موضوع اصلی فقط جدا شده ها باید برن، نفراتی که داخل تشکیلاتن دچار مشکلات مختلف نشن که رو دست این سازمان بمونن، که هی جدا شد هی نفر بیاد بیرون. این اول و آخر حرف این تشکیلاته. حرف من تمام. بسیار ممنونم. ما معمولا در آخر برنامه از شما سوال میکنیم که آیا صحبتی، حرفی، پیشنهادی، پیامی برای اونهایی که داخل هستند دارید، مخصوصا الان که این شرایط درست شده و حتما اونها تبلیغاتشون رو زیاد میکنن که اینها رو بترسونن. صحبت شما یا پیام شما به این دوستانتون که داخل هستن چی هست؟ والا پیامی که من دارم به این دوستان عزیزمون اینه که دوستان به خودتون بیاین، خانواده‌های تک به تکتون منتظرن، چه پدر چه مادر چه خواهر چه اونایی که زن فرزند دارن، به خدا نمیدونی چه روزگاری دارن، همهش لحظه شماری میکنن، حتی برای چند ثانیه شده صدای شما رو بشنون، یه عکسی از شما ببینن. والا به خدا خانواده خیلی سخته براش این دوری که طی این سالیان داشتن. ما خب با خانواده‌های دیگه در تماس هستیم، به خدا همیشه دنبال بچه هاشون. خیلی بچه هستن که واقعا نمیشناسیم، یعنی اصلا من تو اون تشکیلات ندیدم، نمیدونم تو عملیات فروغ، تو آفتاب بوده، چرا بوده، کی بوده، این کشته شده، خانواده خبر ازش نداده. پس خواهشم دوستان عزیز به خودتون بیاین، هرچه زودتر تصمیم نهایی خودتون رو بگیرین بیاین بیرون. داخل فرق موندن عمر هدر میدین، زندگیتون به فنا میره، هیچ مسیری رو برای شما باز نمیکنه این فرقه به جز دروغ گفتن. واقعا میگم فقط داره با دروغ کار خودش رو پیش میبره. هیچ وقت اون آمال آرزو سرنگونی که توی این فرقه برای همه به عنوان یک موضوع در ذهن مونده دیگه تمامه، هیچ وقت نمیتونه. اگه میتونست تو عراق سرنگون میکرد، اگه میتونست توی اون عملیاتی که انجام داد میرفت داخل، ولی دیگه تمام شد. از زمانی که آمریکا اومد دیگه همه چی بسته شد، فقط با دروغ داره شما رو نگه میداره. پس خواهشن به خودتون بیان، به فکر خانواده هاتون باشین که هر چه زودتر به خانواده هاتون برسین. با تشکر از همه بینندگان و آقای سوربی. آقا خیلی ممنون. اجازه بدین یه سوال با ایمیل رسیده، چون شما صحبت از خانواده و اینها میکنید، دوست میپرسه که چرا شماها به فکر رفتن به ایران نیستید؟ آیا نشون میده که با حکومت و سیستمی که در ایران هست مخالف هستید، یا به فکر رفتن هیچ وقت بودید به فکر رفتن به ایران؟ خب واقعا یه مدت به فکر رفتن به ایران بودیم، ولی با مشکلاتی، با موضوعاتی مواجه شدیم که نتونستیم بریم. منم واقعت امر اینه که خب 30 سال تو کله من این فرقه خیلی چیزا کرده، خیلی موضوعات، اون تاب و توانی که بخوام تو ایران بیارم نمیارم، هیچ وقت نمیتونم بیارم.
تو طاقت هم نمیگیری. من یه آدمی هم با قول برم آدم شهر یه چیزی بگه ترجمه میتونم رو برش دست بلند کنه به جای یکی دوتا دادم. من همچین آدمی هم بس هیچ وقت اخلاق و خلق و خوی من با ایران نمی کنه. نمیتونم موضوعاتی که ببینم، مسائلی که ببینم نمیتونم. وضعیت ایران خیلی فرق کرده، خیلی مسائل فرق کرده. من از خدامه، از خدام برگردم، برم پیش خانوادم، با خانوادم زندگی کنم، از این وضعیت در بیام. ولی یک موضوع نمیذاره، اونم اخلاقیات خلق و خوی من که مانع چنین چیزی میشه. باشه هر دولتی تو ایران باشه، ولی واقعا کار مردم رو پیش ببره، به مردم رسیدگی بکنه، ما که حرفی نداریم. به اندازه کافی که آزادی هست. والا با خدا الان ما برنامه‌هایی که تو ایران می‌بینیم تو این تو آلبانی من ندیدم تا حالا. جشن چیزایی که تو ایران دارن می‌گیرن اینجا من اصلا ندیدم تا حالا. باشه یه دولت اسلامیه، هر چی که می‌خواد باشه. ولی واقعا رسیدگی به مردم، مسائل مردم، بخوز الان یه مقدار خب بخوز تحریم های آمریکا هست، هم موضوعات دیگه هست، خرج و مخارج خیلی گرون شده، اینم باید خب خود سران دولت باید به فکر این موضوع باشن که بتونن مسئله مردم حل کنن. بسیار ممنونم از شما آقا، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه‌های آینده خبرهای بهتری از شما و دیگر دوستان بشنویم. از یکایک دوستانی هم که با ما بودن تشکر میکنم و ممنون میشم اگر این برنامه‌ها رو به دوستانشون هم معرفی کنن. بازم ممنون از شما، ممنون از آقای عبدی منوچهر عبدی و آقای حیرانی. خیلی ممنون که با ما بودید. خدا حافظ شما، خوش باشید. به امید دیدار. خدا نگهدار. شب و روزتون خوش. خب دوستان عزیز، با دوستانی بودیم که سالهای سال در سازمان مجاهدین بودن، تصمیم گرفتن جدا شدن و ای کاش سازمان مجاهدین عقلش میرسید به ازای هر سالی که اینا خدمت کردن میگفت این انقدر دلار بگیر برو یه زندگی تشکیل بده، تا اینها هم میگفتن خب رفتیم، حالا هم حقمون رو دادن، بازنشست شدیم، بازخرید شدیم و اینجوری هم آبروی خودش رو نمی برد، هم این دوستان رو آزار و اذیت نمی کرد. گفتم بهتون یک ویدیوی رو آقای کرمی فرستادن، اجازه بدیم ببینم توی این برنامه میشه به صورت مستقیم نشونش بدیم یا اینجا هم سر بالا میشه. بذارید من یه ماجرایی رو همینجا بهتون بگم. وقتی ویدیو با این دوربینا میگیرید، اینا یک سنسوری، یک دستگاه کوچولو داخلشه که شما اگه صاف بگیرید میفهمه که اینجا زمینه، اینجا هواست، فیلم اینجوری باشه. اگر یه جا وایسید اینجوری دوربین رو بگیرید، این گیج میشه، نمیفهمه که زمین کجاست، آسمون کجاست. و متاسفانه این هست. اگر زودتر دوستان این فیلم ها رو بفرستن، من فرصت دارم که اینجا بچرخونم ویدیو رو 90 درجه، 180 درجه، 270 درجه و الی آخر. دوستان عزیز باز هم ممنون، ولی این ویدیو رو بذارید من نشون بدم ببینم با این برنامه هم به همون صورت هست یا میشه کاریش کرد که بله این از اینجا دانلود. این یکی برنامه حتی بازشم نمی کنه یا آها اجازه بدید بهتون نشون بدم. همینجوری که می بینید فیلم سر و ته شده، یعنی اپساید داون اینجا میگن. این شو آل داون. نه، بهتره که بذاریم در برنامه های آینده نشون بدیم و می بینید که این ویدیو اینجوری هست. سلیکت ایریا نه، قابل نشون دادن با این دستگاه نیست. از شما هم عذر میخوام. خیلی ممنون از دوستانی که با ما بودن و اجازه بدید که برنامه کانون آوا را همینجا به پایان ببریم. روی کانون آوا وبسایتشون avaassociation.com اگر برید نگاه کنید، تقریبا میتونم بگم هر روز به روز میشه خبرهای جدیدی میذارن، نوشتهایی میذارن، مقالاتی میذارن، ویدیوهایی میذارن. یه وبسایت جالبی هست و
شما هم اگر مایل هستید که با این دوستان برنامه داشته باشید، در برنامه شرکت کنید، با کانون آوا تماس بگیرید و اونها ترتیب به اصطلاح شرکت شما رو در برنامه ها خواهند داد. از اینکه با تلویزیون مردم بودید و کانون آوا اونجوری که اسلوگنشون یا اون شعارشون هم می‌نویسه آوای منتقدین و جدا شدگان سازمان مجاهدین، این برنامه رو توجه کردید، دقت کردید، ممنون و متشکرم. برنامه تلویزیون رو ادامه میدیم، ساعت 2 سربی با مردم. امشب آقای پرویز مینویی هم از تگزاس با ما هستن، آقای دکتر مهدی آبدی فکر کنم ایشون هم هستن با ما، آقای کوروش سلیمانی هم با ما خواهند بود. اندک اندک جمع یاران میرسن، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و شما هم میتونید برنامه های دیگران رو در تلویزیون مردم حمایت کنید و نشون بدید. مرسی، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما شاد.